سلام دوستان عزیز، خوبین؟ خوش اومدین. سلام دوستان عزیز، خوبید؟ خیلی خوش اومدید. گفتیم یه لایو کوتاهی بذاریم، یه لایو فانی بذاریم. ما بریم جوجه اردک. من ننه اردکم. تو پسر هستی؟ بله جان خدا. نام خدا من پسر هستم. من نام خدا پسر هستم. هر وقت که مرا میبینین ماشاءالله روز به روز مقبولتر و خوشگلتر میشم، بگوین ماشاءالله به خاطر که من زود نظر میشم. اوکی؟ کلینیک ساغر کارات زیباییت انجام دادی؟ خب خندش کجا بود؟ نه خندش کجا بود؟ بی کلاس، بی لول، درون خالی، درون خالی، بی کلاس. خندش کجا بود؟ خندش کجا بود؟ خب دیدی، خب خندش کجا بود؟ حالا به خاطر این حرف این لایو رو سیو نمی کنم. به خاطر اون حرف این لایو رو سیو نمی کنم. حالا ببین. خیلی خوش اومدی. هر وقت که مرا میبینین ماشاءالله نام خدا، بگوین ماشاءالله نام خدا به خاطری که من زود نظر میشم. اوکی؟ سلام آقا پهلوان، خوبی؟ خوش اومدی. احساس بدبختی دارم. خب بدبختی دیگه، نیاز نیست احساسش کنی. سلام آقا پهلوان، خوبی؟ درخواست بده. سلام، درود به شما. درود به شما عزیزم. خوبین آقا پهلوان؟ خوبی شما؟ نون شما. خوبین، خیلی خوش اومدید. بعد سالها آره صدی بله صدی نمیگی ما دلتنگ میشیم؟ والا پیجامو زدن حقیقت غریبه نیستی، بعد این پیج جدید هم من لباس هم میتونم عوض کنم، منو نندازی بیرون. من دیدم تنهایی بهتره. ببین با هر کی کار کردیم داستاندار شد. بله گفتم خودم باشه دیگه، لباس تو بپوش. این کیه الان؟ تصویرش کجاست؟ یعنی چیه؟ این خواهرم داره لباس میپوشه. بذارید من یکی رو بیارم که شما برید بالا. بله. آریان کسی نیار بالا. خانومم مشکلی نیست. مشکل دارید؟ نه. سلام. خوب دیگه. آریان جون عزیزم. سلام. خوبین؟ خیلی خوش اومد. بشم. اوکی. علیکم. خب علیمون میگفتی خیلی خوشحال شدم که دوباره میبینمت. بگو چی شده بود؟ بگو. نبودی چند وقتی. چطور جوابونو دادن؟ دوباره داریم پیج درست میکنیم. تو یوتیوب خب. ترکوندیم و 70-80 هزار تا بازدید داریم. مونده اینیس. اینیس ما فردا ردیفش میکنیم. اصلا قرار نیست کسی ما رو بزنه ما بلند نشیم. این ما زرد شخص ماست که هرکی خورده بلند نشه. اما هرکی ما رو زده ما سریع بلند کنیم. خب چی چیز خانم خیلی خوش اومد. آقا پهلوان جان، آریان جان، جان یه خواهش ازت دارم. شما صد تا خواهش رو چشام، بفرمایید. من به تو پیشنهاد ازدواج میدم، قبول میکنی یا نه؟ آقا ازت خوشم اومده، خوشگلی بیشرف، یعنی به ما نمیرسه. ما آدم نیستیم.
کسی نباس ما رو بخواه چو سیویل داریم چه نب سیویلمون اینجاست به ما نباس برسه. دیدیم بچه ها من گفتم چقدر محبوب و خوشگلم، پهلوونی که به هیچ کی نگاه نمی کنه عاشق من شده. ببینید با وکلی کسی بیاد تو یعنی تو این ایرون ثابت کنه پهلوون رو بهش پیشنهاد ازدواج داده چی؟ من سیویلمو میزنم، تو تنها کسی هستی آریا. منم چون تو خیلی نازی، خیلی خوشگلی. آقا پهلوون دوست دارم، ازت خوش آمده. پهلوون داداش نداریم واسه امشبم دیدی امشبم دیدی رو کردم چون کلم داغه، اگه کلم داغ نبود روم نمیشد. نه نه واسه چی میذاری؟ خب مام زن میخوام دیگه. آقا آریان خوشگلتر، ببینید لباشو ببین این شلاف رو بینید چه شب روی داره، چه نازش می میاد. آدم رو هر به در بکنه دیگه، آدم دیوونه میکنه. شیطونه میگه که آدم اکتشو من قد نباسی سر کلا رو همه رو چی که پاره کنم بره. ببین قربونت بشنم جان. آریان جان آریان سلام خانیون کافر و همین هرکی چپ نگاهات کنه کاریش میکنم به بیس بگه صندلی به گروه یک قناری. من اینجا نه تو قر پر بیدم پلیمونی این جوادی به من چشم بد داره. این جوادی این کله کیریه عبال فر. من اینا میخوام بزنم جا واسد عبال فر. زن ادام میخوام اینا که میخوای بسیر از دارم جا چیلاش امین به من نظر بد داره. بابا من اینا خیلی سال هست تو اومده کجا بس از صحنه اومده آقا فرست امو جون کافه. آقا معامله رو به هم نزن، منم آریان رو دوست دارم. حالا آقا گناه کردم. مهریتی چیه مهریش؟ امو فرست چیه مهریش؟ مهری آریان رو نشون بده. مهریش الان تو لب نشون بده. مهریش چه مهریه گفت بدی بهش؟ مهریه چی چه؟ 3 میلیون مهریه بهش فالوور میدم. مهریه 3 میلیون فالوور. خب منم اول فعلا اینو میخوام بهش بدم. منم میخوام یه اینو بهش بدم و اینو تا بیارم. قضیه جالب شد. اینو میخوام به آریان هدیه بدم. یه سوال ازت دارم. یه سوال دارم ازت. بگو الان تو این جمع شوخی ما داریم شوخی میکنیم، حالا سواد از همه چیز. ما اومدیم آیا این حقیقت شما صحیح بود؟ آریان اول فر آریان خودش تو این لعبش یا بدیه یا بکنیه تو این لعبش همینه. به خدا آریان خودش بکنه اینجوری شده با نکن. خب میدونم تو لعبش همه چی حبی سعبا یا بدیه یا بکنی. ببین حرکت ما میخوایم مردم رو بخندونیم. این موقع شما مردم بالا 600 نفر میدارم میخوایم بخند، نمیخوایم بیادبی کنیم. که بیادبی نشد که من مهریه. حالا آقا پهلوون شما به بزرگی خودت، به غیرت خودت، به آقای خودت بچه ترونی این کارا رو نمی کنیم. نمیدیم حالا این گوساله رو آریان این چیزاتو این کامنتاتو نبند. باشت آقای پهلوون شما به اون آقایی، به اون غیرتت، جون جدت، این گوساله رو ببخش برای این کارش. اول بای آریا خیلی گاوه پیش گاوا بزرگ شده، خراب بزرگ شده. اول بای بسه آریان خیلی هم بچه خوبیه، من خیلی هم دوستش دارم. خب پهلوون خب تو گفتی این شب از من عاشق من شدی، از من خواستگاری کنی. میخوای یه سوالی دارم. خراب کردم آقا رو آوردی بالا رید تو همه چی را خواستگاری و خواستگاری. این گوساله رو ولش کن، این تعطیله. آقا پهلوون تو که میدونی من خانم جوادی دیگه در انه تو بذار تو تا با یه حرف بزن اما با تو لعب آریم یا همه مخواد تعطیله مخواد که کسی تو به من بمیدندونی. تو بشی سجدی چه فرا کردی؟ خفشو تو سجده بگی چپشو آریا. آده آواز تو اینم هانیه رو بیار. خب باشه خب مرسی که بشم. کجا هانیه رو بیار بابا؟ بشی تو بعد هانیه بابا یکی رو نگه بشی بابا باید داشت پکا پوزت ببره. پهلوون میخوام یه سوالی ازت بپرسم. تو که گفتی
اول لایو عاشق منی، منو دوست داری. میگم تو که میدونی من پسرم، مشکلی نداری با اون؟ آقا ما علنی گفتیم دوست داریم، اینا اومدن گن زدن میگه خراب کردن عزیزم. آقا دیگه حرف در تو بفهم، با خواهرم آیفون درست حرف بزن. دیواری کل پشمک اومد تو بازه بابا، اینا بندازش به آریا بابا، یالا میسره همینطوری. گاله رو بپند دهنم باز داشت چه بریدم بسید تو پای نجسته تا اتباه اینا که تور به رباد مالیده تو خلامن سنگی خلام پوری پوری نتبونه منو بده اون خطرها را یه خود جوادیه کتیاره یه نیم تنفیش سنگی خلامن پور مارتیک و سرخابت مخواب یارم هدیه بهت بدم. من خودم واسه یه نیم تنه صورتی میخوام بیارم. بچه ها چیه هانی جون انشب، هانی جون خانم جوادی، آقا پهلوان انشب مهمون ویژه ماست، احترامش رو نگه دارید، بذارید یکم صحبت کنه. بله چشم پت جب دو شما خوشی بجانم بگر همین جسد آریا نه برفت برانم بیارش بالا چه انداختی با این بیارش بالا. خودشون رفتن چون گفتم من میخوام برم کار دارم. پهلوان جون بگو کار داری برو کار خونه بگو بیا بالا. باش الان بهش میگم لایو میفرستم. خب پهلوان بگو عزیزم، منو به چالش بکش. من نوکرتم، من قلومتم. بگو قربون اون ادبت، قربون مرامت. ببین خوشم اومده ازم، این شب بهت پیشنهاد ازدواج دادم، حالا قبول کردی کردی، نکردی هم نکردی، میتونی نبگی. من قبول میکنم ولی اوکی، من قبول میکنم ولی شرایط دارم. خب شرایطت چیه؟ من یک، خب من که آقای چیز آقای پهلوان میدونی که من نام خدا مسلمونم، خانوادگی ما مسلمون بودن، اهل سنت پیغمبر هستیم ما. شما اول باید از خانواده بیان خواستگاری. خب اوکی، مادر دارید پدر دارید، شما ما رو به دومادی قبول بکنی یا نه؟ شما بیا همسری. شما بیا از ننمونه بگیریم بندازیم استاب بیام در خونتون، بابا ننت میگن آقا ما دختر نمیدیم، چه جوری آدم زایه میشه. ببخشید شما بیا خواستگاری یا میگیم آره یا نه، ولی تو وظیفت رو انجام بده. چشم که بیای ما ماشاءالله به خاطر که نام خدا مسلمون هستیم، من با خانواده با پدر مادر بیاین خواستگاری، از پدرم خواستگاری میکنید، من به نیت به نیت 14 معصوم شیر به هم 14 سکه بهار آزادی است با یه قرآن مجید. میشه فالوور بدم به جاش؟ نه فالوور با ایمه قاطی نکن. ببین ما سنت پیغمبر رو فالو میکنیم، به افتخار 14 معصوم 14 سکه طلای بهار آزادی میگیرم برای چیزم، یه قرآن مجید، یه جانماز، یه چادر. یه همه را قربون ناز اشفت برم. عروس خانم آیا کمی مراد حالا ما رو کن بچیز بگم من بگیرم دیگه، حق نداری لایک باید بگیری و چه میدونم از این عدا اطفالا بیه یا تو بیا منو تو بیا منو بگی. من اصلا اگه منو تو دیدی من از زیرت بلند نمیشم که اصلا لایک بذارم. آفر میگن آدم چیز با میگن از خانم خوشگل. تو بیا اسم تو دل بیا تو اسم قم تو دل این یکی، آب تو دل این یکی چیز شد با اون لبای قرمزش. این هم مثلا که خوشش و این هم شوهر میخواد. خب حالا این ندارم من و هانی جون خواهری، میتونی دوتاییمون رو با هم بگیری اگه دوست داری. من با وقت یا آقا ما مشکلی نداری ساخدوش رو من تو عروسی یا آقا آره. خوشتی با اون کلاش این آقا چیز رو میکنه، این آقا کفشه مهمونا رو جمع میکنه. آره نمیشه ساخدوش من کنار من باید باسته تو عروسی. خب اوکی بذار من شرایطم رو بگم پهلوان. همون که گفتم به نیت 14 معصوم 14 سکه بهار آزادی، یه قرآن مجید، خب یک جانماز. چقدر چین با ها تو فهمیدیم حالا مهریت نه مهریت همون مهریم 14 چون همون مهریم 14 سکه بهار آزادی به آه. نیت 14 معصوم، یک قرآن کریم، یک جانماز، یه چادر و سفید برای نماز و روزم، یه مهر، یه تسبیح. الان چادر سفید داری؟ فعلا من تا قبل ازدواج نکنم کشف حجاب کردم عزیزم. حالا یه چادر سرت کنم این زیر لچک و چادر چجوری میشی آخه؟ با خود باید ازدواج کنم و روی زندگی کنم.
من پدرمم که میگفت چادر سر کن نمی کردم، ولی به خاطر که شما رو دوست دارم رو چشام هزار بار. لباس عروس هم بپوش، لباس عروس هم بپوش، سرت تو میلوزی که خوشگل هستی زیر چادر بند. یعنی من کشتی تو، یعنی من باید بمیرم دیگه، باید خدا بزنم سرم دیگه تو رو زیر چادر ببینم. اگه پدرمم میومد میگفت چادر سر کن نمی کردم، ولی به خاطر احترام که برای شما دارم، شما رو دوست دارم، رو چشام هزار بار. خانوما، دختر خانوما یاد بگیرن. ببین میگه من بابام هم گفته چادر سرم کن، سرم نمی کنم، ولی چون که پهلوان حافظ خیلی خوشگل و خوشگل و خوشتیپه چادر سرم کرد، رفت چادر سرش کن. یاد بگیرید مردم، آی دخترا، آی پس، آی زنای بیوه، آی اونایی که دنبال شوهرن، یاد بگیرید اینجوری شوهر تیغ تور میزنن. من عاشقین، عاشق کردن، من عاشقین، من دیوونم، من خل چلشم. چیانا بدای تو بشم ایکو چادر نیست آری این رو سریه خب رو سری بعد چادر دیگه جیگر تو بخورم من بابا تو دیگه کی هستی اونم چادر سرش کرد رقیب پیدا کردی آری ما خواهر هستم نام خودم یکی هم شوهری ها دنبال شوهر بگرده منم شوهر میخوام منم شوهر میخوام من شوهر میخوام وای خدا میگم چیکارو نکنه وای یه دل دارم دو دل و دل رو بدم کدوم بر این بر بدم یا اون بر آه هلو آهنگا بزا برس بر بر برس با آریه خفش شا کسکش خفش شا این چادر رو به احترام ابوالفضل پهلوان ایران سر میکنم چون غیرت داره که صد تا مرد غیرت نداره خانم جوادی ریدم تو هیکل دید آقای چه چادریه تو داری این چادر یا بخشی علفه این چادر رو ابوالفضل پهلوان ایران سر میکنم که یک تار موش غیرت داره به صد تا مثل این شل ناموس حروم زاده شل ناموس که ناموس خودنی بی فانوس اون یکی ها نگاه کن لباش مثل کنی خر میمونه لباش مثل کنی خر قرمزه جانم آقا تو ما بزنونی بگه بزن ما عشقمونه کنیم آقا عشقمونه کنیم گناه کردیم عاشق شدیم نره یه چایی بده با جفتشو منی خوده جفتشو منی خوده آقا پهلوان چایی بیارم من یک اینا رو من فالو کنم بکن عزیزم فالو کرد بچه ها رو فالو کرد کدوم ها همه رو فالو کردی همسد خورده یه فالو کردی آقای خفش رو جواب دیم گالس تگه تو ببرد آقای شما بگی تو تب بشو خفش دارم این میگه خفش رو باید لبت بسید کس خب میمونه ترخه آقا چیان بیا این به من امروز حجاب کردم به احترام ابوالفضل پهلوان ایران که یک تارموی گندیدش شرف داره به حرومزاده هایی مثل این خانم جوادی که بی غیرت و شال ناموس بلا گرفته است تفت روت تو بی ناموسی توس نابون اون یک کرنگا این یک کرنگا این یک کرنگا خب آقا حافظ از اینم چادر و بوتری من به افتخار شما ماشاءالله ما میخوایم کار زودتر انجام شه بریم معذر عقدت کنم هر چی سریعتر خب خانم جوادی منو پهلوانو عقدمون کن محرم کن زود باش خب دوشیزه محترمه خانم آریان عارفی آیا وکیلم به آقای ابوالفضل دو کلام سگ یا الاغ یک گله گوسفند در آورن بهریت باشد یعنی مهریه باز به چوبونه آریان باز گله و خرانه عبال فرد تو مهریه باز به چوبونه باید بریم معذر آریان چی میگه این من خوش حالا نه حالا اینم یه عقدی ببنده که یه محرم بشیم تو لایو داریم صحبت میکنیم عقد اصلی رو بزن بزن تو محضر برو هانی سه بار بگو عروست به گل بفهمید باشه خب بگو که من فاقدوشم آیا وکیلن آریان عارفی با ابوالفضل پهلوان ابوالفضل ازدواج کنی؟ عروس هفته گل بچینه من دم خیلی
حالا دیدم عروس الان در خلاب و گل کجا لبی که خلاب بود الان دیگه شیر زبانی نکن. خب بار دوم بگو. خب آیا آقای پهلوان ابوالفضل جان آیا با آریان من عجله دارم سریع نمیخوام ببرم تو اجله. آره هجله. قبوله هر چی میگی قبوله هر چند تا سکه قبوله قبوله من فقط سریع عروس خانوم بعد بگه بله عروس خانوم بعد بگه عروس بخونو انجام بده من سریع نبردم ببرم وقت نداریم که بیه خوشکلی کی ازش میگذره من بگذرم سریع من اینو خونم ببرم شو اجله ببه برو بذار توش تا میخیزه تا صحبه قیومت ها ابوالفضل خانم جوادی سنت پیغمبر رو رعایت کن سه بار بگید من هنوز جواب ندادم منم آرزو دادم ابوالفضل یکی هم تیغه کنم اون بحلیه رو بعدا جوادی بخون خود خانم جوادی چول ناموس بگم سیغه رو بخون سه بار بگو تا من بگم بله دیگه کسکش عروس خانم بگو دیگه بابا گاهیدی ما رو بگو بله یا نه بگو آره یا نه پانی بریم بهش بگو سه بار باید بگم خستگیش بس آدم بگو دیگه بگو عروس خانم مایلم شما رو به عقد دائمی جناب آقای پهلوان در آورم مایلی تو رو من به ابوالفضل پهلوان در آورم عروس خانم رفتن کاندوم بچینن کاندوم میچینه بار سوم درخت کجاست این کاندوم را میچینه بار بابا من اینجا دارم لهلم میزنم بابا کم گرزش به اون دکندیر آرگر اما فکر گرزش بار سوم بگو بار سوم بگو من بگم بله خودم را خیلی راحت کنم کسکش شل نامیز دواره آیا آریان عارفی تو را به عقل عقل ابوالفضل پهلوان در آورم چیش میدونم بابا من اخو کنی تصدیقه کن نخوندم به علاقه نه بگه مهری هم چیزم رو بگید شرایط هم بگید من بشنوم بچه هم بشنوم آیا من بگید بگو بابا تا بگو من یادم را چی مهریه مخم داغ کرد آنی جان خواهره کوچیکم شرایط هم رو بگو خانم جوادی بدونم بله خواهد تو سای جوایی حرف نمیتونه بذاره بعد میخوای کن بکنی خب آیا بنده وکیلم خانم سرکار خانم آریان عارفی رو به عقد دائمی آقای پهلوان با مهریه 7000 سکه طلا 3 دستگاه خودروی BMW و 7 ساختمان 7 واحد آپارتمان در قیطریه در آورم قرآن و جانماز اینا رو از اول میگم سرکار بنده وکیلم سرکار خانم آریان عارفی رو به عقد دائمی جناب آقای پهلوان به مهریه یک عدد قرآن مجید جانماز مهر و یک سفر حج به مکه و یک سفر زیارتی به کربلا درآورم با اجازه پدر مادرم و خواهر کوچیکم هانی و برادر بزرگم خانم جوادی شل ناموس اصفهان و با اجازه آقا داماد بله عروس رفته کیر میچینه عروس رفته کیر میچینه تموم شد بله ونیه موزیکم بذاریم یه دو دقیقه برقصیم برای عقدمون دیگه نه نه عروسی بود جای خود الان بیا اینجا آره دیگه مرمت شده الان لبو بزن لبا بده لبا قونجه کن مثل تو خر کن تو هم لبا بده بلا برده تو لبا بده تو لبا بده لب خیر مده تو خیر مده لبا بده خب بشه سر دو گیتا بده آه هم زور بکنم اما فا الان بزن اونا تو اونجاش تا بخیزه امشب تا سو چیکار کنیم دایب گوش کن دیگه لچک از سرت نیفته میکشم تا چی دارم میام 7000 تا سکه مهرت کردم ببین یه مرد من سرم بره حجابم نمیره آفرین فقط برای من بعد آرایش کنی یه برای من بعد خوشگل بشی من از این به بعد در اختیارتم من غلام کیرتم برو آره وقتی لباس عروسه بپوشی آره وقتی لباس عروسه با برده برقصید دیگه تو عروسه شخش بی ناموسه کساخت من دیگه شوهر دارم شوهرم رو میگم بیاد کونت بذاره ها
جون اول فا بابا بگو برقصه بابا بابا محمدم سیغه خونده بعد مریه من این منا بدید این که سیغه خونده من این منا بدید اصلا چیه دیشیل منا بدید دیشیل منا بدید مریه سیغه خوندم برادم اما برم بزنم سره خب چی پله گونجون بیا یکم من و تو کنار بیایم با هم تو از زن آیندت که من هستم چه انتظاری داری بفرمایید تو هر انتظاری که من دلم داشتم تو داری بیش از انتظار من تو اون چیزی هستی که میخواستم فقط خب من بگو ماه عسل کجا بریم ترکیه بریم گرجستان بریم روسیه بریم لندن بریم آمریکا بریم کانادا بریم ایران بریم افغانستان بریم کجا بریم خود بگو میدونی که من همه میدونن که من یک اعتقاداتم خیلی زیاده خیلی اسلامی هستم ماحصل و یا قم یا مشهد مقدس بله اوکی این آقا ابوالفضل به زودی بعد لایو آقا ابوالفضل میخواستم حالا که عقدم کردی رازای زندگیمو بهت بگم من لوله بفهم. 5 ساله گذاشتم من رفتم مامایی لوله 5 ساله گذاشتم تا 5 سال حامله نمیشم خب اشکال نه اشکال نداره گفتم که در جریان باشی من حامله نمیشم قبل از که با شما آره این قبل از که با شما ازدواج کنم 3 تا ازدواج ناموفق داشتم اشکال دارم اشکال نداره خدا رو شد در حال حاضر در حال حاضر 6 تا چیز دارم 6 تا بچه دارم از شوهرای قدیمم اشکال نره اونا بزرگ بکنیم با قرضشون اشکال بله آره و اینکه یه چیز دیگه هم که من دختر نیستم زن هستم اشکال نداره چه بهتر یعنی بابا یعنی پردم و شوهرم ببین وقتی من عاشقت شدم میگه حتی مرز نداره عزیزم اول یعنی یه چیز هم را پاش دار اول یه دوکول هم را پاش دار حواست پاش دار 6 تا بچه دارم 10 تا بچه من وقتی رو خواستم خواستم حالا اون یه اینم را پاش هست از دودور دودور هم داره اینا هم گردن باز بگی دودور داره انگل داره گوش گنده نمیشه یعنی چی میگه؟ خب شما شوهرمی شما غیرت داری شما باید بزنی تو دهنش نه من آجی دون آجی جامش میکنی یا جامت کنم اشتی جامش میکنم چی جوری؟ خب آریان پاشید یه آهنگ بذار به بول و برخصید دیگه لامسته خجالت آریان خانم الان دیگه تو رابطه هم تو تعهد هم گالت رو ببند بی ناموس تو بخی برخص تو برخص برو تو هنجل تمام بیا منم سوهرم آقا پهلوانه دیگه تو نفریت بباس کرد پهلوان اینم تو رو بخواد پهلوان اینم سیغشا بخون سیغشا بخونی آقا اوکی نوبت منه که عقد خواهر کوچیکم رو ببندم آقا پهلوان اوکی من عقد خواهر کوچیکم ببندم خواهر کوچیکم دوشیزه هانی 18 ساله از کرج آیا وکیلم شما رو به عقد دائمی پهلوان تهران رستم ایران پهلوان ایران تگدونه ایران شیر ایران بله شیر ایران به مهریه نیم سکه بهار آزادی 2 سفر به حج کربلا 2 سفر مشهد مقدس 1 قرآن کلام الله مجید 1 چادر نماز 6 تا سوهان مشهد 6 تا گز اصفهان در بیارم عروس رفته خرابیاره مرسی بار دوم اعلام میکنم دوشیزه هانی دوشیزه اسمانی آره آی اسمانی با اون کلات و با اون سیویلی کجت حواست باشه آریان شده دیگه مانه من توی نکنه من نه گفتم عروس رفته بنزا بیاره یعنی خرابیاره مرسی برای بار دو عروس خانم برای بار دوم میگم دوشیزه مکرمه
آریان صبر کنم صبر کنم، من تو رو عقد کردم، این جریان این چیه؟ دو تا خب اینم خواهر کوچیکم دیگه با من زندگی میکنه، دو تا چوب تو خونه بیگم بزنم دیگه بخونه با آره خونه واده با تو همه را بفونید هر چند نفر مادر بزرگ و پدر بزرگ آریان با سسون عبور و پدر بزرگ جان نه بزرگ در همین تو بذار جوادی خدا همه برای بار دوم برای بار دوم دوشیز مکرمه معصومه باکره کرج دوشیز هانی آیاش وکیلم شما را به عقد دائم رستم ایران شیر ایران پهلوون ایران حاج پهلوون به عقد دائمی به مهریه یک نیم سکه بهار آزادی یک قرآن کلام الله مجید یک سفر مشهد یا قم یک شاخ گل یک جانماز دو تا سوهان قم دو بسته گز اصفهان در بیارم هر روز خلابنده داره مارتیک میماره به لباس ممنونم برای آخرین بار میگم دوشیز مکرم معصوم باکره هانی از کرج آیا وکیلم که شما را به عقد دائمی پهلوان ایران، شیر ایران، پلنگ ایران، قلیونکش ایران، به مهریه نیم بهار بهار آزادی، شش تا سوهان اصفهان، شش تا تسبیح قم، ماه عسل، یک سفر مشهد مقدس تا آخر عمر به عقد در بیارم؟ با اجازه پیرغلام های کرج و تمام دو جنس های کرج و بزرگان و کوچیکان و بده ها و نده ها بله دو تا شدین الان آره یعنی یه هفتش ده تا دیگه هم بیار بالا دیگه خب دیگه اینجا همه زن چیزن شوهر دارن ما فقط ترشیده بودیم خب من اینجا دارم کیا من بسونم بسد اینجا ده انگاه من ها دیشیده بلا بدیم پایه های من رو بذار جای دندونات که پرشه تو بیا خواهی با من بذار تو اونجا تا ددنت پرشه دست آسه خب اوکی فقط پهلوون تو که الان شوهر من و خواهرم هانی هستی چه انتظاره از من و خواهرم داری بفرمایید با هم دعوا کیس کشی نکنید نوبتی من یه شب شوهر تو میشم یه شب شوهری باشه اگر جفتتون هر شب با جفتتون اوکی هانی جون خواهر کوچیکم احترامت همیشه برات مادری کردم میخواستم ازت یه سوال بکنم مشکلی نداری که هر چی شما بگی دوست داری مثلا شوهرمون یه شب پیش تو باشه یه شب ما یا نه کنار دوتا شبا کنار دوتایمون باشه از یه بار به من بزنه یه بار به تو سرش بذاره این باز هم یکی سرش این باز هم آریان راحت باشه مثلا آریان جای مادر منه من اصلا در حدی نیستم که نظر بدم خب پس دوتایی اوکی خواهر از من مثلا هرچی شما بگی اصلا من بیوتو میخوابم این مثلا بیاد مثلا بکن تو کنه من بعد در بیاره بکن تو کنه تو اینجوری من راحت هم تو رو آریان بخوابی آیا قول میدید جلوی 800 نفر به خاطر کیر با من دعوا نکنی؟ بله قول شرف میدم قول شرف میدید اوکی خیلی خوب شد حالا آقای پهلوان ما دوتا خواهرها کنار اومدیم میتونی وسط ما بخوابی و با دوتاییمون لاس بزنین تا صبح دیگه چه انتظاری داری از ما دوتا؟ هیچ انتظاری کور از خدا چی میخواد؟ چیزی که میخواستم رسیدم اونم دوتا ما هم یه دونه را هدف گرفتیدم یه دومی هم پیدا شد اونم خوش گرفت اول چی میخواد؟ چی میخواد؟ اول یکم ما اول آریانا کن میکنی اون پشتت میخواد این خواهرش میخواد پشتت تو بگوز تو دهنش تا سیشه تا باد کنه بعد این چی داره میگه؟ پهلوان بی غیرت مگه تو شوهر ما نیستی؟ برین دهن نیم پهلوان هانی بگو به پهلوان بیشتر از این انتظار داشتی؟ آقا رستم شما نمیخواین چیزی بگین؟ ایسا تو میبرستم آریان خب بگو دیگه پهلوان نمیخواین چیزی به این بیناموس بگی؟ جوادی هانی جمع کن لچک رو ماتو بخون زیر لچک بینم قریبه نمینه
من هانیا مگه نه با کمربند سیاد میکنم ها بیشتر حجاب قطعه نکن تا هم همین چون مثل آریان نگاه کن یاد بگی لبادم غنچه کن بی ناموس گالتو ببند درست هم بزن با یه مرد آقا داره حسودیش میشه چیزی نگیم و غیرتی هست آقا شوهر عزیزم پهلوان جون این حسودیش میشه چون به خدا خرم به این پا نمیده وقتی میبینه تو دو تا زن زیبا گرفتی یکی از یکی زیباتر حسودیش میشه گوساله بمیر بسوز بسوز جون پاشه آهنگا بزن درخش سترگیز آهنگا بزن آهنگا بزن 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 با آریانو اون زنت برخصی دیگه بادن جون بادن جون خیار چو باشی 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 آهنگا بزن دیگه خیلی هاشو بله اون جون ما فقط جون اگر یه دقیقه خفه شو اگه آقامون اجازه بده بقیزن. اگه آقامون اجازه بده پهلوان ایران اجازه بده برای این که امشب شب تولدم هستش روز مردم هستش یه موزیک دو دقیقه بذاریم برای این مناسبت یه رقصی عقدیمون هم کردیم برقصیم چهار نفره خب اوکی پس من به افتخار امشب که آقا پهلوان منو خواهرمو عقد کرده این گوسالم شاخدوق بود یه موزیک میذاریم چهار نفره برقصیم برای شادیمون شما هم از پایین دست بزنید و برامون آرزوی موفقیت بکنید من موزیک آماده کنم دستا بالا آقا رستمی میخوایم این جوادی بیناموز چیزی بگیم خیلی رو ما چشم داره بخی لخشا بخی برقص بخی لخشا با برقص بخی صدودا برقص دیگه برقص دیگه شب عروسی شب هنجره شب بخواد به تونجا برقص بزن تونجا تا صبح بخیسته رستم چیزی نمیگیم بهشون اول فرای طوری مخواه بخوابی بغلش این وحشت میکنن بابا تو نگاه نکن من هم یالا امشب تا سو خوابم نمیبره خفه شو تشریف نمیگه آهنگ تو مابا بخورم آقا رستم میگم پارت کنه هر روز داده حالا امشب تو را پاره میکنه تا سو با آریان اون که وظیفه‌شه فعلا باید بیاد تو سگ و یه جوری بزن با پنج بوکس تو شکر و چاقو بیفته با قمه به جونت پاره پورت کنه انشالله حق دال علی خدا اون پاره ایم باشه اسمونه به اینجا تا کاری انشالله برو اقب باد بیا یا اینکه چاقو بود زامنده رو اولم سر تو بزن پا بزن آهنگا پا الان دارم میذارم برای گاله رو بزن بذار پر بیناموز پهلوان شوهر گلم چه موزیکی بذارم برات برقصیم بندری بذار بندری اسم موزیکو بگو من بذارم برات عشقم سیا نرمن نرمن سیا نرمن چش رو چشم هزار آه به آرزوت رسیدی آخر شوهر کردی ایشالله شما هم با آرزوتون میرسی ایشالله شما هم شوهر میکنی خانم جوادی شوهر میکنم ایشالله میام بغل تو دل ابو فرزه میدوزم ایشالله شما هم شوهر میکنی حامله میشی خیلی پر شده آنیا جان خیلی پر شده آقا با زنی من بوده تو استرده زنی من بوده تو الان استرده دستمالیه دستمالیه زی این دوتاشو دستمالیه من هم توبه توبه تو از عذاب خدا نمیترسی جمع دیگه تو از عذاب خدا نمیترسی لاشی ناموز از کی رفت ترزم یکی سیاه برمه بریم پاشو پاشو چادر رو زب کن پاشو 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 اون عبدین برنی میخزه وقتی پاشو سیاه چرپه چرپه کلی تو با کنش اشبه میا کنش با کنش دینی اشبه میا بیا بیشه دیگه بسده اما با غیرت نداره کنش هم تیری اقبا جلو میکن چه تیری با کنش اشبه میا کنش خیلی داغ شد الان امشب ابو فهم بذار توش تا صبح بخیسه ابن
اما با خیلی با کنه ایچ پی میو هرچی میکن امام جماعت ببین هرچی میکن امام جماعت بشین جوادی شما تو بگیر امام جماعت من زودتر به تو پیشنهاد ازدواج میدادم کاش من زودتر به تو رسیده بودم جیگر چرا؟ من اشتباه میکردم تا الان روم نمیشد بگم شرم حیا نمیذاشت آره هانیه یکم چیز به هیمن بیارم میخواد با پهلوان صحبت کنه دوباره میارم تو لایف باش بیا جمع باش آره جمع میبری لبا بده ما دیستیون لبا پر از تو در لسکلی خب اوکی بعد بچه بازیمونو شروع کنیم یکم از همدیگه رو به چالش بکشیم ازدواج رو تموم کنیم یه زن جدید برات میارم آنه خب بیا یا بر اما با امشب کمه ندار کمهت میشه که ندرشه او این زن یا پسر سلام پشت اومدی مرسی خوبی؟ مرسی توی گفتنی داشتی برای خانم جوادی خفه شد اوه این منی من یه آقا من هم کن یک ساعت تو لایبه کی؟ کیو؟ نه دیگه باید جوادی بمونه دیگه جوادی باید ازدباج کنیم عباب رد من ها این مخواه من لایه ازدباج کنیم تیغه ما را بخونیدو خواهد بسته نمید یا از بسته قسمت شمر بیابونم نکنه تو رو با تو ازدباج کنم آرام قطعیه تو ده یه زن دیگه بیاد بالا من زن زیاد بکنم امشب 5-6 سال بعد عقدم کن یه لحظه آقا بله شما دو نفر ورداشی امشب شما واسه من چون قیافت به پهلوان پهما بیشتر میخوره شما هم مثل آریانی کون میدی ولی فقط سیبیل داری از کجا میدی؟ از نظر من شما هم کونی ولی سیبیل داری چند سال هست؟ 32 32 سال؟ آره بعد این چیزها رو کی یادت داده؟ مامانت یادت داره یا خودت یاد گرفتی؟ دیگه وقتی پهلوانمون تو باشی ما همه چی یاد میگیم خب وقتی جوون مملکتمونم تو باشی معلومه پهلوانش هم این در میاد دیگه چند تا زنجیرپاری کردی پهلوان جون تو توالت چند تا زنجیرپاری کردی مگه زنجیرپاره کنم من چرا پهلوانی خب برای مردم بپرس بگو چرا به این میگین پهلوان چرا چون لابد کی رو بزرگ و کلوف بلند میکنی بهت میگم بعد نه برای خوشم بپرس خدا جواب خودتو نده جواب تو رو باید مردم بدن چرا مثلا به خاطر دوتا زناس میرینی به این آقا جوادی که لایک هم میدی وقتی خوشش میدن آقا جوادی خوشش میدن داره شوخی میگن من تو فقط زبون داره قشنگ جواب من اگه من بخوام بیشون بیش که من بی‌ادبی نمی‌کنم نه ما شوخی تو لبده شوخی میکردیم ما اصلا تو لبده خانم جوادی یه لحظه برو پایین هانی میخواد بیاد کار داره با هیمن باش خداحافظ دوستان شاکرتم جوادی نوکرتم بعد از اون شب خدا خب ادامه بدین شما هیمن من دوست ندارم شما هم من بزرگترین احترامتون واجبه ولی واقعا دوست ندارم توی لایف حالا هر چقدر هم که فان باشه بینی به انجام که خودت خوب میشه
چشمم روشن، چشمم روشن. به شوهر من خوش میدی؟ به شوهر من میگی کونی؟ تو قیافه خود داد میزنه ابنه ای کسگش. به شوهر من میگی کونی عوضی؟ پاره پورت میکنم. وایسا کجایی؟ آدرس بفرست فقط. لاشی لاش گوشت کسگش حرم زده. گو میخوره به شوهر من فش میدی؟ گو میخوره به شوهر من میگی کونی؟ کونی جد آبادته، کونی اول تا آخرته. کثافت عوضی، چون عطر ماسک تو در بیاره قیافه نحسه تو ببینم، تا سگامو بفرستم بالا سرت پارت کنن تخمه هر رو. ماشکالا تو بگونه من به خانوم ها پوش نمیدارم. گوه میکنه شوهر من بی کونی، کونی چه دابادته، کونی اول تا آخرته. کثافت خوهرم جفتم داره میخنده. من به خانوم ها پوش نمیدارم. گوهایی که خودت میخوردی به شوهر من ربط نده بابا. چقدر تو نقش فرو رفتی هانی؟ خفه شما که همه الان نبودی ندیدی که ما سیغه کردیم من زن و شوهری. راست میگه وا جره 800 هزار نفر الان زن و شوهر اعلام شدیم که مردم شاهدن. این چه شوهری جلو 800 هزار نفر همین الان شوهرم اصخایی کن. ببین شوهرم ناراحت شده، همین الان از شوهرم اصخایی کن. بگو گوه خوردم کیره تو کسم. بگو گوه خوردی کیرن تو کسه. نه به گوه والا گوه ببن پیگات میکنم هر جایی این پاره حیران باشی جرت میدم سگاه میفستم بالا سر. من تهران نیستم میگم خبر دارم، خبر دارم تهران طرفای تهران پارس تن فروشی میکنی خاک تو سرت. همه الان دارم میگن هیمن تهران پارس کن میده. من تهران نیست، تهران بودم ولی الان نیست. میگم این چه شوهری اجازه میده کونتو قهر بدی جلو 800 نفر؟ اونش دیگه به تو ربطی نداره. شوهرم فتیش داره، دوست داره، خوشش میاد. به تو چه؟ تو کونی خود شوهرم میدی کونی عوض دیگه بی بوته. اوپن مانده سیبیلاشو با ریشش پیوند زده سیبیل شه تو اینجا. همه الان از شوهرم اسکای کن بودو. چقدر دنبال مویی پسر؟ من؟ با مورد میرم تیکه عصبیه سیبیل ندارم. تو نه تیکه 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 چیکار داری به سیبیل من؟ دیگه من با پهلوانا سر به سر پهلوانا میزنم. چه؟ تو گوه میخوری باید با کیرشون ور بری. والا پهلوانی که دوتا زن کیونی داشته باشه پهلوان نیست دیگه. خودش رو نه گالت ها برم خودت چیم با عوضی کاسیش. مگه ما مثل تو ایم؟ ما شوهر داریم، آبرو داریم، خرچمونه میده. مثل تو ایم اگه واسه 200 تومن بریم خوب فروشی کنیم ایت بگیریم آخرش؟ مگه مثل تو ایم؟ کسافت عوضی گوه خوردی به شوهرم توهین کردی. خیلی آتیشی شدم تو دیدم این بچه ابنه ای داره به شوهرم میگه کونی. اصلا ببینم الو الو اجازه بده ببینم میکنتت. حالا بس درت بذار ببینم شما لذت داری. فعلا شما رو کردی اینجوری ابنه ای شدی اومدی داری عهده‌هاتو اینجا خالی میکنی عزیزم. چی شده ایمن جان؟ ایمن جان زن شو عشق من و پهلوان و خواهرم برای کردن نیست. چقدر فکرت خرابه. ما وجود پهلوان رو دوست داریم. ما به خاطر پهلوان حجاب کردیم. ما به خاطر کی باش ازدواج نکردیم. پهلوان ماشاءالله اینقدر دماغ داره با کیر بکنه میگه خب حالا با دماغ. نه شما چقدر فکرتون خرابه. ما به خاطر وجود پهلوان باش ازدواج کردیم نه به خاطر کیرش. ما حوله کیر نیستیم. ما کیر زیاد دیدیم تو زندگیمون. ما یه سایه بال سر میخواستیم. درسته هانی جون؟ دقیقا. آره هستم. ما میخواستیم از این مجردی در بیاییم. یکی آقای باشه که خرجمونه بهتره. آقای باشه که دوستم داشته باشه. یه مرد بال سرمون باشه. من به خاطر پهلوان حجاب کردم. من قبل از این یه زن خراب بودم، یه بیهجاب بودم، ولی به خاطر پهلوان، به خاطر عزتش، به خاطر شرفش که مادرش شیر داد، شیر تحویل گرفت، من حجاب کردم. چجوری تو جرأت میکنی به خودت به شوهرای ما توهین کنی؟ اگه پهلوان چیکار کرده؟ پهلوان آب کدوم کونو نیاورده؟ تو میگه پهلوان دهنه تو آب بکشی. یه ترلی نمیتونه اسم پهلوان رو یدک بکشه. خدا پهلوان شوهر دوست آب کدوم کونو نیورده؟ بعد گناهش به کی رسیده؟ ما به خاطر
ما فقط به خاطر حجاب، من به خاطر پهلوان حجاب اسلامی کردم. من تا دیروز یه خراب بودم، یه پسر خراب بودم که همش میدادم، ولی از امروز فقط دیگه نمیدم، به خاطری که ما هم تو اسلام داریم، ما به خاطر همه چیمون به خاطر احترام و غیرته. ما شهید دادیم، دفاع مقدس کردیم، برادرای پهلوان شهید شدن که ما ناموس، ما که ناموس باشیم در انبان باشیم. درسته هانی جون؟ پهلوان الان باید انتظار داریم من بشوشم از فرس پهلوان نبودن. اصلا آقای هیمن، خانم هیمن ها نمیدونم چی هستین آقای یا خانم، ولی اگه آقای پهلوان نبود الان شما امنیت نداشتی که با خیال راحت بشین اینجا لایف بذاری و بهشون توهین کنی بگی پهلوانی چه طرف داری کیونیا باشه. اگه آقای پهلوان بود الان تو امنیت نداشتی که با خیال راحت بشینی لایف بگیری به آقای پهلوان بگی. خب آخه من مثل که چونی نیستم که امنیت داشته باشم یا برام لازم باشه. دست بردارین از این نقل و قولای حال بر. حالا بچه یه چیزی گفت. من آقای پهلوان، پلنگ تهران، پلنگ ستون تهران، من اینجوری فکر میکنم، ما باید سه تا بشیم. انگار ایمنجون هم میخواد زن شما بشه، داره اینجوری حرفا رو میزنه. من چیزی دیگه برداشت نمی کنم. ببخشید من خودم دنباله یه دنباله زن داداشم گردم واسه داداشا، یکی مثل پهلوان. خودت زنی، لطفا حرف گناه نزن، خدا قهرش میگیره. شما خود زنی، کف نکن. مگه تو مرد نیستی؟ خب کسته، ما الان ترنس ما قدرم رو بدیم، حالا هر چقدر لایو هم فان باشه. من یه زن کاملم، نام خدا پرده دارم، میخواد آقا پهلوان بزنتش. چی داری میگه؟ ما باکره بیم در مورد ما چی فکر کردی؟ فکر کردی پهلوان هر کسی رو میگیره؟ پهلوان صد هزاران ساله که من و هانی خواهرم رو زیر نظر داشته، تا این شب موقعیت رسیده از ما خواستگاری کرده، از ما باکره های قنچه ناشکفته. فکر کردی چی؟ فکر کردی پهلوان با این عظمتش ستون تهران با هر کسی ازدواج میکنه؟ هزار ساله که داره ما رو زیر نظر داره، ما پامون رو تا حالا کش نذاشتیم. ما حتی من سایه خودم رو تو خونه نمیبینم از ترس پهلوان. آقا پهلوان، حرفا این خانم هیمن، آقای هیمن، حالا هرچی هستن، جدی نگیریم. بچه جای بچه‌مونه، جای بچه‌مونه. ایشالله یه سال دیگه هم براتون یه دوقلو میزنم. چرا من صحبت کنم؟ چرا نمیذاری من صحبت کنم؟ بفرمایید. حالا باشی، چیزی بگو که نگفته نمیشه. نگفتی چند تا زنجیر پاره کردی؟ بچه جون، تو هنو نمیدونی فرق پهلوان با پهلوان چیه؟ من پهلوانم، پهلوان نیستم. زنجیرپاره. من یه همونیسی که با مار بازی میکنم زنجیرپاره میکنم. من که زنجیرپاره میکنم، رشتشون و ورزششون. رشت ورزشی من اونی. ورزشی تو چیه؟ کونه بازی؟ خیلی بسترم. خفشا عوضی کسافت گالتو ببند. با شوهرم درست صحبت کن. ببین من جوادی نیستم. جوادی نیستم. تو یه بودی یه چیزی گفتم. کونه جوادی هم نیستی. آفرین. جوادی دیگه کونه گوزی که تو باشی. من یه تو آبکونشی. من نمیخوام آبکونشم. تو خیلی اصرار داری که میگی من این جوادی نیستم. لابد بدتر از اونی، لابد ابنهی تر از اونی دیگه. اون با نه دیگه احترام میزم نیم تنه قرمز تو کنه قرمز بگیم بخندیم. باشه هیمه جان، حرف آخر تو بزن، من یه مهمان دیگر بیارم. خوشبخت باشی. چی پهلوان؟ ایشالا نصیب خودت رو درست میگی. بله 100%. یا علی خدا حافظ. یا علی اللهم عجل ولیک الفرج، قربونت خدا. علی یارت. علی یارت. الله خوشبالاش تو کیا میاری بالا؟ خب دوستا من دیگه. گناه خب خیلی تو دلبرو بود. همش هم با موهاش فر میرفت، همش هم چیزی یکی دیگه اومده. من شارژ پولیم میده هر لحظه ممکن تموم شد، ولی تا قبل اون یه تو لایف هستم، خواستم بگم یه افتادم به خاطر شارژ. ببینم ترکیبی بزن منم بگیر راحت شم.
سلام. خوبی؟ ممنون شما. خوبی؟ که خدا قسم کامنت بد بذاریم برای من مادرتون میگم درجی گزارش میدم درجم بلکتون میکنم گفته باشم شما کامنت گزار رو دارم میگم بعد اون میمنم بگیر ترکیب بزن شد چه خبر حالیت این چه معرکه یه رو انداختی خب حالا دوتا خواهرها رو که گرفتی دیگه مادره رو هم بگیر دیگه آره این مامه نبه حالا که دوتا خواهرها رو گرفتی دیگه مادرمون هم بگیر دیگه مادرمون تنها نشه بعد اگه دوتا دختراش بره خونه شوهر تنها میشه جان این چی گفته داشته بخواب وقت خوابت گذاشت باش چشم میارم میگرم کسکه 35 سال که میشه مادر 60 ساله از دید تو گور و کفنه دیگه نه ندی که خانه جون 14 است منم که 18 دیگه شما 35 مادر امونی من 24 ساله رو گفتم 24 بالاخره 6-7 سال بزرگتری دیگه بعدش هم مادر به سن سال نیست تجربه مهمه عشقم ما رو به دنیا آوردی بزرگ کردی قربونت جان من بر همیشه صد اول وایسم آریه تو اگر من به خود من آرز من آرزم بود ما مادر بشم اشکال نکنه من با صد اول وایسم بچو میگم میکنم دون عربتون میکنم جان مامانتون خب درسته مامانتون هست سالا بگیم مامانی هچی من بگم شما باشه و بر روشید با کنان دختره آخه تا شب عروسی می شب عقد کنون همه ماما تموم شد یا آخر شای باید بری هجده برها کشو آخه خب ناراحت می شم گریه می کنم مثلا هم باشه برا دارت هم تجربه بخش همه ماما دیگه خونت نمیام کیر شوهرم رو بهت نمیدم کسافت من مامانت هم چیشی به من بدی کیر آقا پهلمون رو نصیبت نمی کنم مال خود نوشی جونت عشقم وای خانی خانی فکر شو بکن من تو بغل پهلمون چه مامان گریه نکن گریه کنی چون مرده زمین و آسمون رو هم جا به جا میکنم کاری بکنم آدماش به میز بگن صندلی به گل بگن قناری این همین هم عشقه تو بله تو شما مرد منی من دیگه غمی ندارم فقط این مامانم که وقت ناراحت هم میکنم میشه با کمربند سیاهش کنی ببین اسم خواهر چی بود هانی جون آریم چی؟ آره هانی جون هانی صدام کن گوش کن هر کی به چیزی گفت فقط بیا به خودم بگو تاز خودش آلم تا خاتمشو چی هشت لحظاتشونو میزنم سردر محلشون چشم آقای چشم شما چشم آقای بچه ها میخوایم یکم لایو جون بگیره نظم بگیره بازی میکنید بازی مثبت 18 و اینکه اولم من شروع میکنم از سیتا جون شروع میکنم خب سیتا جون این مسابقه اول من بدبخ شروع میکنم خب حالا میرم مسابقه سر من میکنم خب عشقی دیگه باش ازم رسیدی خونه کامنت بذار ازم من لایوم عشقم خانوم فرشته خانم عزیز خب اوکی اول از سیتا شروع میکنم سیتا جون تو آقا پهلوانو به عنوان یک مرد واقعی دوست داری تو زندگیت باشه یا نه آره یا نه تو زندگی نه ولی به عنوان مرد واقعی قبولش داره حالا این دیگه فان شوخیه و دنیای واقعی خب اوکی چرا دوست نداری دوست داری تو زندگی شوهرت باشه نه یه چیزو میگم آریان من یه دو دماغش یه خود دایی من یه خود دقیقا کلا کپ دایی خودم دایی من دیدیم بابا دماغ من چیکار داره هر کی میرسه دماغم شبیه دماغ ابیه چه شبرون به چه شبیه همیراست اصلا مرد حالا یعنی هر کی میرسه به دماغ ما گیمه تا ببینه عمل کنیم بشه ببینیم بچه چون
یادم اومدی در موقع دایی من همچین کوچیک نیست، یه گودم هر دو این همین بابا مرد باید در موقع مرد که نمید خوشکل باشه. مامان مگه بابا خودش دماغش اندازه کیر خر نبود؟ چجوری بابا نه بابا دماغش عمل کرده بود دختر شما قوی دنیا نبودی. ما دماغمون رو عمل کنیم خانم جان واسه اون هفت در میاد شرمنده ما دماغ عمل کن نیستیم دنیای واقعی. آره دقیقا حالا مجید. خب اوکی بس که من سوال من بود اوکی. سیتا قاسم میگم سیتا خانم چرا دوست نداری پهلوان شوهرت باشه؟ بد اخلاق اینا تو دنیای واقعی بد اخلاقم واقعا بد اخلاقم. اوکی بعد از نظر تو که الان آقا پهلوانو میبینی به نظر تو سکسش چطوره؟ من چه میدونم. خب دارم سوال میکنم دیگه. سنگین خیلی متین مجلسی قدیمی قدیمی پس یعنی چیز میکنه دیگه میتونه تو رو به آرگاست برسونه. یا صاحب شما دو زنشون این به من چه جوی خواهد این موقع مسائل نه وزیر لاف و منفی 18 نشو حضرت عباسی فردا باید کوتاه بپوشم بیارم خیام واسه هم حق در میارم. خب اوکی نمیگون نه دیگه لایو فانه دیگه شما چه میزنیم اینجا ببین تو این لایو باید آبرو سبیل غیرت ملت مردم همه وزه پشتای بیه اینجا. آقا پهلوان خیلی اخلاقش خوبه اصلا من یک سال که باش آره من یک سال باشونم خیلی میخوابونه خودشو نخواه اینایی که پین غین خروز جاق 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 اون لام خاموش زیر پتی میزن در میرن از اون هست من خیلی پس تو دیگه بسته همیشه ماهی 20 میلیون خرجه میده برم ماهی 20 میلیون خرجه میده آریا جان بابا حسن سر رو یکی نشون بینه ما بداریم آخه. خب چی کار کنیم تو بگو من چی کار کنم تو لایف بی منه بزن یکی نشون بینه ما بزنیم حسنم سر رو ما چیم ما اینجا خب بیا همین چیزا بزن همین مردنی رو بزن سیتا رو بزن بیا لفظی میای کتشی میای با غره میای با چیزی میای با چی میای پنجه باش میای با چی میای ای بابا چی میای ما هستی ما توی تایبی بزرگ شدیم ماشالله شون باشه زرد تو صد آدم ایران شون آوا سلام ساسم ایران شون آوا زرد تو زرد آدم کور میکنه اونم وصله راحت جوری دلت میخواد بیا. میگم یه چیز میگم که تو گفتی سیتا گفتی که پهلوان خروسه اصلا فکر کن پهلوان هیچی نداشته باشه همین که کنارش بشینم برام آرزوه. بشین کنارش عیزم حالش رو ببه هر چی که حال دلت خوب میکنه هم کار انجام بده همین پهلوان از رای دور ببینم اصلا دستم به هم نزنه حالا از رای دور فقط نگاش کنه ارزم آریه عفان جدا اصل علی قرمه برم عفان جدا هر چیزی که تو دنیا حال آدم رو خوب میکنه آدم باید هم کاره بکنه نه آرام آدم نداره من... بستی دله آریا جان چشم سیاه داری قربانت بشم من آریا عقل کمون داری قربانت بشم من ای چشم سیاه داری قربانت بشم من عقل کمون داری فدایت شوم من بخون عزیزم همسایه همون بده اصلا علی استوری کردم دیگه گفتی استوری کن کردم دیگه عزیزم بعد یه خورده شارژ داشتم واسه لایو آریان گذاشتم چون خیلی وقت بود آریان نیده بودم چند روزی بوده فیلتر نداشتم. بذاری من با پهلوان صحبت کنم. پهلوان چی بهش میگه تو زندگی فانت چی عزیزم؟ کارم؟ نه نه فان فانتزی مثلا فانتزی متوازی چیه تو زندگی وقتی که بیکار میشی دوست داری چیکار کنی؟ من وقتی بیکار میشم دوست دارم چیکار کنم؟
آره. منظورش اینه تو وقتی بیکار میشی بیکار نه، تو رویات چیه فانتزی؟ شما که دوستان میان ازم سوال میکنن که در مورد دنیای مجازی سوال میکنم، من جوابشون رو میدم، راهنماییشون هر کی میاد. اوکی پهلوون، یک مد هنوزم میرقصی؟ قبلا هم میرفتی مثلا عروسی؟ آره، ما از جایی که شما 24 برامین عروسی دعوتم میخوام من جان من دیگه برقصی. آیا موزیک بزن من پهلوون باید دارم سوال سیتا جون دارم از پهلوون سوال میکنم برخشم دیگه این دو دقیقه سی تا جونی دقیقه میشه مثلا من چیز کنم میکنم دندون رو جگر بذار گیر از من کامنت این جواب بدن آریان خب اوکی سی تا جون من خیلی خوشحال شدم دیدم کنم تو باید بلند شم یه لفظ حالا سب کنم سی تا جون مرسی که بودی سی تا میره گوش کن صدا ما هست بگو ازم آره میگه تو اون ابری شب شده 500 اصلا ولش کنم میگیم 700 اون خرج آچی تا اول قفنه اسپار شایشن اینو من اینو برو برم واسه در قفنه ورو سلیده بودم به ما وقتن جفت دادن گفتم خب که چه خب قهوه خونه بریز با هم آقا ما رو بگی منو دو تا ضعیفه شاهین و معین چی بگم آقا آدم سگ بگیره جفت نگیره یک نگم زدم پاشنه در از چون کار میشه یک وقتی اینم 20 تا جایه ریزا دراش خورد و کنون بلند و کوتاه چپ و راست بالا پایین همه دست به سکن چشم باچی تا منم بگم آی نفس کش تو نمیری اصلا پکر شدم یک وقت دیدم دیست و خورش آب و پلو پارچه لیوان شیشه پسی میزه همه رو سر آچی تا چی تو میگی؟ یه دیدم میبرم والیم نیم برم والیم نیم شعین مهینم در رفتن ما موندیم چیز کن شما آقای پهلوون شما بمون سیتا من با تو خداحافظی میکنم فرشته رو میخوام بیارم خداحافظ خداحافظ پهلوون فالوت میکنم بذار نرو بذار من تو رو فالو کنم شما رو یعنی خب من رو فالو کنید آنیو فالوت خانوم کردم عشقا فالوت کردم راسته بینا هم بایست هم ولی بالا فکرم چه شب چه بیاره بیش رو شامنده بکرم و اونا خود برمونه درست مرسی خدا حافظ منو خود به نظاری انجام که پین نشم اوکی آنی من یکم خانم جوادی رو بیارم تو رو دوباره میارم اصلا باشه عزم مرسی من رو بنداز دست برم برو دیگه پایین باشه من رفتم خدا حافظ سلام سلام خوش وقتی بذاری خانم هم فالو کنیم میگه خانم هم فالو کنیم داشته باش سلامتی بیرون بودی عزیزم مسئولی با دوستم خام بخوریم دود پسترم گفتی شما شما نخوردیم گشتمونه حقیقت سب تبریک نمیگی؟ تبریک نمیگی به من و آریا؟ من تو لایو نبودم عزیزم همین الان رسیدم من به آریا پیشنهاد ازدواج دارم قبول کرد به عقدم در اومد هبار وفا داشتی رو خوشگاه فرشته خانم زنی منه تو دوتا زن چه تا زن است این فرشته زنی من است دیگه ضعیف برو ترشت نمی کنه ترشت نمی کنه جواب فرشته این تو گراز فیلم بود چی بود نمیشته بابا این کجا بود یا بینه فرشته بکش بالا بکش بالا بکش بالا لامستم فرشته چیزی هم خورده سو نریده این کون نریده سارا این کون نریده بخورد کم کرده اون بابا یک چهار اول بعد چرا بزنید بابا این چهار تا تو ضبط کرده برنده من اینا رو به خدا خانم محل شما گشت ارشاد نره ما خودمون گشت ارشادیم آها
فرشته این کجا بود؟ فرشته بگو بیاد تو صحنه صورتش رو صورت کنه جان چای پوکات مونگی به قولم با دوست پسرش به خدا به خاطر همون یه لحظه گفتم بیاد فقط بره با دوست پسرش اینه جیمیله جیمیله چی باشی که همه جیمیله جیمیله فرشته آریان آدم بزرگیه با ما شلطه ما شلطه لایو شو هزار تام رفت هرکی نمیاره بالا لطف کرد به من دوست منه اما سلام اینه پیج منه این زمزمه رو نیاد بالا حالا برات چت بالا اما با در دیوا هم بیزر با کی هم بیزر بگو بیاد بغل بشه ببینیم میری خشا شما توجه سر یا خود نبود نه نمونه گیر داده میگه بیا بخواب شما تو بیارم بخور بخواب میگه بس چند تا زن استری امشب کمره چول اینطور طوری میری خونه امشب سه تا زن استد من فرشته ها امشب میبرمش پیش خودم فرشته امشب ابول پس سه تا زن استد من کی خرم نه استده بچه امشب نه فرشته خانم جوادی خیلی نظم لایو داری خراب میکنی فرشته جون یه موضوعی رو بگو در موردش صحبت کنیم فرشته تو چرخی سالا چرخی نه آقا پهلوانی یه موضوعی رو بگیم که در موردش صحبت کنیم بحث کنیم موضوع عجب. شما سابلای می باید دستور فرمایید ما چی بید خب اوکی من ما از حدود اونو می دونید شما سابلای باید موضوع شد باید 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 فلاک میکنم با اه اوکی خانم خانم جوادی خواهش میکنم به خود از این بزرگتر نمیشی دیگه نمیتونم باید چیز بگن تو چون حالت بقل دیشسته ممنون یه دقیقه ساکت شو سرم درد گرفت برو جلی بذار سی داشتم با فرشته صحبت میکنم گوشی سرم خورد نشنید گفتم فرشته یه بحثی رو آره میگفتم یه موضوعی رو بگو در موردش بحث کنیم بیا بحث کنیم در مورد فرق ترنس ها و دخترها چه فرقی بین ماها و دخترهای کامل هست بفرمایید فرق که خیلی زیاد هست خب فرقاشون رو بخوام بشمارم آرامششونه ما نداریم یعنی اون ثبات اخلاقی و اون متانت رو نداریم ما سریع ما پاچه پاره ایم خب. بله آره. دومش اینه که ما خیلی آدم های حشری هستیم نسبت به دخترها سومش اینه که فرقاش خیلی زیاده میخوام مثلا خوباشو بگم که بعد از سوء تفاهم نشه بعد مثلا سوء تفاهم چیه واقعیت مثلا فرشته جون مثلا زیر کامنت های من الان اگه من یه پستی میذارم همش کامنت های من دختره بعد همه دخترها میگن کی تو رو میکنه مار مولک اینا میگم میخوام بدونم مثلا از نظر من دخترها خانم های موجودات کاملی هستن یعنی یک آدم کاملن دخترها چون همه چی دارن ببخشید جلوشونو دارن عقبشو دارن سینه‌شو دارن صورتشو دارن کل سیستمشون دختره چجوری یه دختری میاد به من مثلا حسودی میکنه منی که ببخشید لاپام یه چیز مردونه دارم که هیچ چیزی دخترونم ندارم من اصلا آدم زن‌ستیزی نیستم خب من توی اینستاگرام یه عالمه فالوور دختر دارم فالوورای خودم برایشون خیلی احترام و ارزش میذارم ولی واقعا بعضی از بنها رو باید به چهار قسمت مساوی بزنی نصفشون کنی مثلا من یک هفته بیرون بودم استوری گذاشتم زنه پیامش رو حتی اسکرین‌شات میکنم استوری میکنم بعد لایف که بچه ها نگن فرشته مثلا چرا علکی میگه زنه پیجش هم واقعیه اسمش هم معصومه بود یادمه به من ریپلای زده آره به من کیری جند اضافه وانی فلان میگم بابا من اصلا تو رو نمیشناسم اصلا من هزار تومنی من سک و تک تومنی تو رو سننه تو چرا پاره میشی تو چرا آتیش گرفتی به تو چه مثلا من دور میزنم اشغال میکنم تو چرا گایده میشی یا مثلا یکی اومده بود تو لایو هم کامنت گذاشته بود عارف فرشته و دوستاش که ترنسن نمیذارم به ما کیل برسه عزیزم مگه من تو شهر تو هم مگه من تو محله تو هم زرنگ باش بزن به من چرا اقداتو سر من خالی میکنی همون
مطلبی میچرس کنم، خواهش میکنم بفرمایید. اینا که کامنت و بیادبی دارن میذارن در جریان باشین، اینا بچه های من هم. یا دماغشون گندست یا سیبیل دارن. در جریان باشین، من جوون بودم یک گناه زیاد کردم، اینا الان دیگه پس افتادن دیگه نمیتونم جمع بالا سرشون نفت کردن. مثلا هی کابلی به چیت مینازی عملی عزیزم اشت کنومه عزیزم من ما اونجا بکنم یونه بالا جان تو نیم کردی چه خوبه چه خوبه بلکه همون جا من گفتم بالا جان تو گفتم برگشت میگه خوبه من داشتم گفتم عزیزم الان میام خب میایید من من صبح باید بلند شم این صندلی سفارش دادم بسازن بسه کارام بسه لایبام اینا، صبح باید بلند شم خیلی کار دارم، بعد شام هم نخوردم ننم هم ای داره گرد داره ایزه میری امشب من مرخص شم دیگه فردا شب من در خدمت تو برم اگر از این من آریانم مرسی که بودی. برو باز فرد شبید خانوم محترم فالوتون کردم فالو کنید و مرامی باشه چشم خدا حافظ. بعد لبا آریانم بخورم اگه رفتی عبور بعد لباش الان میخورم اگه رفتی من لبا آریانم بخورم تو لبا خدا اگر چکار کنم. خب ایزه میدی آریان جان اجازه من دست شما سرزیدم بفرمید. آره من شام نخوردم، شامو بخورم و بعد فردا صبح باید بلنشم برم کارگاه. فردا ساعت 9 صبح گفته بیا می صندلی تا کلی وسایل خریدم برای اینستا و یوتیوب اینا دارم کلیپ بسازم و اینا. بعد ببین فقط لطف کن هر وقت در دیگه از این لحظه ببین یعنی فردا دستور بدی من تو لایو ترسم با توپ و پر هر ساعت هر چند ساعت که باشه ما غلام شما هستیم، شما هر وقت دستور بدی ما رخصت میدیم. I love you so much. اختیار ما هم دست شما هست. فالو کردم اینو فالو کردم فالو کنن اینه که فالو کردم فالو کنن التماس دارم دوستان عزیز. من آریان دوست دارم، آریان یه هنرمنده، این دوستان همه عزیز هنرمندن عزیز من هستن. اگر شوخی بیادبی کردیم بزرگی خودتون ببخشید، من هستم در خدمت بعدها یعنی فردا شبم دوباره در خدمت آریان اگر افتخار بده هستم. و اینکه یکی میگفت مایه ننگ ایرانه، بذار من به تو بگم پسر جو من نمیدونم بچه کدوم شهری ولی اینو بهت بگم هیچ وقت به هیچ مردی حرفو نزن. کامنت میذاری بذار معنی شد بگم تو معلومه بچه دهاتی ما بچه تهرونه بذار بهت بگم آره یکی میگی مایه ننگی کسی به کسی میگه مثلا خدایی نکرده زمون اولا من گفت مثلا بغل مامانت خوابیدم یا آبجیت خوابیدم یا زنت خوابیدم مثلا اونو میگن مایه ننگ پهلوانا. من چیکار کردم؟ من فقط رقصیدم و مردمو شاد کردم. آریان سبکش اینه، سبک من رقصه، سبک خانم عزیز سبک خودشه، آقای جوادی با اون کلاه قشنگش هنرمنده، سبکش یه چیز دیگه است، من سبکم رقصه، نه دوزی کردم نه مال مردم. کامنت میذاری معنی که بفهم اگر سواد نداری یا بچه پشت کویی بدونی حرف داری میزنی، حرف کلمه ناموسیه، یعنی انگار من با زنت آبچی دختر دو کس کارت خوابیدم اومدی این کامنت کشی باید اون موضع افزاد در نتوانی احترام همون نگرد نگاه کن بخند. آره هم مردم رو میخندونه، یه هنر من این هنر هرکی نداره. من توی یه چمی میرم 2000 نفر یه کاری میکنم همه فیلم بردار میشن و خوب میرخصم. این آقای هنر هنر ایشون اینه، هنر من اینه، نه ایشون گناهی کرده نه من نه این خانم محترم نه این آقای جوادی، ما همه میخوایم مردم رو شاد کنیم. این روزا لازمه کسانی مثل آریان دارن ثواب میکنن، شما رو داره میخندونه، داره شادت داره میکنه. به خدا بعد دست این عزیزان رو بعد ببوسید. این بدل من زلزله اومده تو ترکیه سوریه خوی این همه گرفتاری سرمون اومده که اصلا هر صبح تا شب که میری تو اخبار فقط خبرهای بد میشه.
آدم افسرده میشه. یکی مثل آریان میاد مردم رو شاد میکنه، شوخی میکنه. چرا بی‌ادبی میکنی عزیز من؟ چرا مثلا مخالفت؟ این خب یه حسادته. خب تو نمیتونی جای آریان باشی، نمیتونی این قفال رو بهت جمع کنی. اگه میتونیسی جمع میکردی. از اینم بدتر، اصلا شاید هم چوره دوربین آقا دایی رو به باد میدادی برای که فال به جمع. ما داریم مردم داریم میخندونیم، اینا عزیز ما، همه اینا دوستان من هستن، من کوچیک همه مردم ایرانم. آریان عشقه، من آریان خیلی دوست دارم، اینو جدی دارم میگم دوستان. ببین این همه فالوور با من بودن، با من لایک گرفتن، من پیج قبلیم بازی دیدم، این الان اینیستا 60% ایرانی ها رفتن از اینیستا، توجه میفهمی؟ الان مثلا 700% رفت تو، تا 1000 تام رفت، این یه شق القمره، توجه میفهمی؟ من بازیدام 8000 تام میرفت، آریان هم میرفت 10000 تام میرفت. الان خب اینیستا ضعیف شده، فیلتر شده، فلان شده. یکی میاد شادتون میکنه، حتی لحظه ای، حتی یه لحظه باعث خندتون میشه، قدرش بدونید، بدونید اون آدم خوب. راست میگه دوستان، قد اما بدونید شدیم جناب عزیزم، مرسی بودیم ندایی تو بشم اشخم جیگر تلا فرشت خانم، من خیلی دوستان درد میگیره. خب اون که پهلوانم رفتش، فرشته رشته برشته نیستی. ببین چیزه، چی بود اسمت؟ خانم جوادی. باستانمو چند بیز هم بشنگ بشنم صورتت. اوه الان من بیرین تو صورتی من لام هستم، پرشته تو بیرین رو صورتی من رو کله من بیرین لام هستم. این کونا کجاست؟ تو خدا آفریده از این کونا، تا کونا ما هم کنی نمیشه، تو رو کنی نمیشه. خب میام اسمهو بیرینم و سر تا پا تا قهوه این کنم وقت نمیشه. بیا بیرین رو سر تا پا من با کونت لام هستم. دقیقه یه بار دیگه فرشت من ببینم با سنالا هم از آریان کون نداره. اونم اون یکی هم کون بود، کی بی زلزله، زلزله کجا، زلزله کو، این زلزله یه هم کون ندار. فرش تو اتاق رفت بخوابن کون گنده یک. اما کونات فرشت لام از این کون کجا بوده؟ چون این کون ها آورده همچینش کرده. آریان با آریان نشو، آریان بده کونش مثل تو کونه، آریان هم مخواد کونش مثل شما شه. ما توی کشور اروپایی زندگی میکنه، همه تاینی کوچولو لاغر دوست دارم، مثلا اندام های سلنا گومز و اندام های بسیار ظریف و باریک. من چون تو ایران خراب شده زندگی میکنم، مجبورم صبح تا شب تو اتاق عمل باشم. آره اگه نیازی ندارم. اتاق عمل کجا هست؟ این اتاق عمل خونه ده یا جای دیگه کجا ده؟ فرشت اتاق عملی الان شیشه میزنه. یکی الان فرشت کنه تو اتاق عمل باشه، الان رفت کون گنده رفت تو اتاق عمل، عمل کنه کنه جا. آره ما میریم تو اتاق عمل، اونجا اتاق عمل، اونجا اتاق جراحیه، میریم عملمون میکنم میزنن از همون بیرون. اوه جا من خالیه، ای جا من خالیه فرشته. بابا اکس تو سلام تو خونه. خب تو هم از که کف سنگ خیلامه افتاده فرشته. تو هم اکس سنگ. اما فرشته به خدا نازی حضرت هم میه عروس مامانه منشی جوانه، من خرجم خیلی سنگینه، میدون چی میگم؟ تو فکر نکنم یه ما هم بتونی منو نگه داری. خب روزی چند خرجده فرشت؟ اوه لام هست، بزن بزن بالا، بکش پایین، بکش بالا. یا بیلیس هم زیرش هم جواد الای پا موزلی میلیس هم لام هست. تو آدرس برید، من همین با موشک با سر میام تو اونجا. جذاب دارتی شما حضرت عباسی، از دختر خوشگل تیرید و حضرت عباسی. فرشتی فرشتی جلید هم سامنه دار عمل کرده. اوه یکی دیگه اون دکتر اون پندازه بیاد شبیه من شه. کجای کاری؟ اوه از دا همتی تو کونه؟ آریان یه سوالی پرسید، همون سال ادامه بده آریان جان. سلام آقای جوادی. یه لحظه سلام آقای جوادی.
آقای جوانی اون موقع که ترنس ها خار عمل گایده بودن میگفتن پلنگ، دخترها نمیدونستن پلنگ یعنی چی. بعد که انقدر ترنس ها عکس گذاشتن، استوری گذاشتن، الان مثلا میبینین کم کم دارن بعضی از زنها پلنگ میشن. به خدا تو پلنگ یکی بیاد خواسته گاری خانم جوانی خفش دیگه بابا دارم میپرسم سوال میکنم آری اما نمیتونم هم بزن سیتا خانم میخواست صحبت کنه. خواهش میکنم خانم جوادی بفرمایید. سیتا خانم آریان یه سوالی پرسید تا زن پایین بودن. راست میگه. میدونی چرا خانم حسادت میکنه؟ خودم یه زنم، به عنوان یه زن دارم میگم، چون وقتی میبینن برای من مهم نیست، چون تو رابطه نیست، اصلا رابطه برای من مهم نیست، چون میبینن مثلا یه پسر حسشو داره، اون یکی نمید الکی این همه الان فرشتگی حسی مرد رو داشت، چون فیسش خوشگل بود یه تمام عمل میکرد، یه خودم تظیم میبینه بهترین زن میگرد، چون حس درونش غریزش این بود که به زن بشه مجبور به این. ببین عمل، من یه نمونه بردی استخونم میگیرم، صندلی و مندلی عمل رو دیگیم، تخت عمل رو دندو میکشم بالا. آره هم مشکل منه، میدونی چیه، از درد میمیمه که خون ازم میگه و استخون ازم میگن. عملی که فرشته میگه دوستای من هم انجام میدن، منده به زیبایی فرشته نمیشن، چون فرشته اون هورمون تو بدنش داره، اگه اون عمل انجام بده زیباتر میشه. زن چون زن آفریده شده، هورمونش هم زنه، هر عملی که اون انجام میده این انجام بده، هر دو با هم یه دکتر بدن یه عمل انجام بدن، اون یه نتیجه میگه، این یه نتیجه دیگه میگیره، چون کلا زنه، داره دستکاری رو بدنش میکنه، این ذاتش زنه. اشتباهی حالا میگم، ما میگیم اشتباهی خدا، ما میبادید در علمی میشه هورمونی، هورمونش جوری که میخواد زن بشه، واسه همین زیباتر میشید. چرا الان من لب تزریق کنم به زیبایی لب آریان نشه، چون ذات من زنه، ولی آریان ذاتش زن نیست، پسر بود ذاتش زنه. یعنی نیم به اون بیسواده میفهمن یا نه، نگرشش یا مثلا اون چیزی که به دنیا اومده ژنتیکش زنه، واسه همون اینجوری بگیم خانمه. آره سیتا خانم، اینجوری بگیم بهتره، بگیم که به نظر من آقایون دخترای لزبیانو خیلی روشون فتیش دارن، چون میگن اینا خواستن، یعنی اینا زیاد ندادن، اینا یه آدمای رفتارهای خاصی دارن، علاقه خیلی خاصی دارن، یعنی شاید از 10 تا دختر یه دونه لزبیان باشه، مردا خیلی کراش دارن. من زیاد تو گروهم دارم، دوستام هستن، ترنس هستن، از هر گروهی دیگه هستن، مهربون ترین آدم اونا زنا. تو پول نگیرن، تو نتیقن، تو خشتگش رو باره نکنن، آخستن طرف رو کیو نکنن، رایی زندان نکنن، بلکن نیستن، شده برن سیغه کنن، برن عقد کنن، دو روزه طلاق بگیرن، مهریه رو اجرا بکنن، همین کار رو میکنن، ولی ترنس های کار رو نمی کنن. اگه هم یک درصد کسی پولی میگیره، چون باید بگیره برای عمله خودش، نمیتونه کجا به سر کار، مثلا دو شخصیته شده چجوری به سر کار، کجا بره کار کنه، مثلا پول لگیره 15 میلیون 16 میلیون 20 میلیون برای یه عمل. دوست خودم چربی گرفته زده تو پهلوش، بهش نمیاد، ناموسه بهش نمیاد، وقتی میبینم حال نمی کنم، ولی فرشته رو میبینم میبینم هرونه تنها فرشته، خیلی بچه دیگر دارم میبینم، حتی نزدیکم میبینم، میبینم چون اونا ژنتیکشو دارن سریع کسب بدنشون میشه، ولی اون که خودش باسن داره طبیعی و میره از دستکاری میکنه، انگار مثل کهان شطور میشه، یه جور دیگه میشه، پله میخوره. مشکل اون نیست. خب خانمای ایرانی، من خودم میگم، من خودم خال مادرم، همه قد 1.60 ژنتیکو دارم میگم فرشته. ولی مثلا ما عمل میکنیم، الان مثلا من عمل کردم، خب الان مثلا تو خیابون راه میرم میگم واو یه اسب سفیده، یه قد بلند، یه باستان خیلی گنده، شکم گنده. میدونی چرا؟ مگه حالی شده؟ چون شما پسر به دنیا اومدی، گوش کن، چون شما پسر به دنیا اومدی قبل دیگه یه پسر داره یه دختر نداره، این یه بوانته. خانومه رفته دو تا کون گذاشته اینجا، دو تا سینه هم اینجا، خب اصلا تو دیگه فاصله نداره شکم و چون و سینه هات کلا یه وجه قدته اومدی. آره دقیقا میخواستم همینو بگم،
آره من رو نگاه کنم احترامی نمی کنم همجنس خودتون هم داره میگه هر چقدر بلندتر باشیم مثل ما که مثلا مثل آدینم هر چقدر گندتر بذاری اوکی تری ولی شمایی که کوتاه هستین این چیز نرمال مثلا توی مهمونی من میرم دختره مثلا یه لحظه اسم کنم خرس قطبیه داره میاد همش سینه و چونه قشنگ نیست به من دوز یکی آره برش کن دختره رفته باستن و چربیش کرده تو باستن تو سینه آورد بازم تو عکساش ادیت میکنه بازم یه روزش به زنگ زده بودم فلانی تو دقیقا از این چونه چی میخوای اون که چربی تزریق میکنی اون که عکسا ادیت میکنی خب یه کس کشی میاد حضوری تو رو ببینه اون عکسا ببینه با هم دیگه در این چونه نمیذاره بزن نمیگه این چی بود این چیه هر کار میکنه اون فرمی که اول چونش داشت حالت مایتای بیگ و مایتای خورده بود و حتی با تحضیم جوادی آدم باش من فرشت هم بسی میجون من دارد کارم میزن من دارد کارم میزن دیگه دیگه نکوی دکی دن نه حالا به همه قلعه قش میکنم دیگه این فرشت این فرشت با همون کنه چکار کنم فرشت پاشا با الله پاید نکنم یه خانم اگه تو خیابون تو رو ببینه یا آریان ببینه هر کی دیگه حتی محصه بدبخت تو کم تو امان نیست ببینه حسادت میکنن میگه شما جای ما رو تنگ کردین شما که پسر میین دختر میشی و شوهر برای ما کو امتیاز واسه شما هست نه واسه ما شما جای اونا رو تنگ کردین چون خودم تو رابطه نیستم با رابطه سرخوش زیادی ندارم نه زن نه من دارم بی‌طرف حرف میزنم چون تو این جامعه دارم زندگی میکنم مثلا میپرسم از دوستام مثلا میگم اینا این ناریانه باش حال میکنم دیلش کن تو لایفش میری فیت فلا میگم مثلا میگم من برای حرفای مردم مهم نیست اگه مهم بود الان زنده نبودم آریان حال میکنم باش ظاهرش هم تو ده تا همه که این دوتا حتی خوشگل داره میدونی چون اون هورمونشو داره تو نده چون اون پسر قد بلنده تو قد کوتاهی هر کار بکنی کوتاه‌تر میشی میبینی زشت‌تر میشی بعد میشه به من میگه نه تو هم شدی مثلا نجات پرست داره بودن ردی به نجات نداره هممون یکیم عرب و عجم هم نداره همه انسانیم دارم بهت میگم اینقدر عمل زیبایی رو خودت انجام نده به تو نمیاد اون پسره ژنتیکشو داره انجام میده قدش بلنده یکا 80 یکا 70 یکا 90 قدشه تو یکا با انجایی تو پاله شدی اینقدر به خودت تعظیم کردی من به تو نظر شخصی هم پرسیدی من به تو گفتم چه ناراحت میشی بعد تو عکسات مجبوری ادیت کنی کمر تو نازک کنی بدی بالا که هیچ سینه بره بالا اومدی یه خری مثل من پسر بوده هم مثلا قبولت کردم رو عکسات آقا دیدمت ناموسا اگه من پسر باشم اینجور گیرم بیاد شوتش میکنم بیرون کجا خودت کجا بگم مثلا شیش بی دلیل نیست که اون وسط مونده اون اگه بردارن هزار تا عوارض داره خود دکتر داره میگم با همین وضعیت اون بمونه بهتر از اینه که اونو ببرن هزار تا درد بگیره حالا فهمیدی جواب بودی بچه هم نمی کنن تو همه لایبا میگی این داره این داره چون اگه اون عمل کنن درد میگن هزار تا مریضی خدا نکرده داستان دیگه پیدا میکنن مشکلی نداره تو رابطه شون آقایونی که با خانم میخوابن از جلو آپن بازه ولی بازم از پشت ازش تقاضا میکنن مشکلی نه چی الان خود چنابالی مردی مثلا با یه زن میخوابی هر چقدر مجرد باشی حال کنی بیرو درسی بهت میگم که ایتش بازم خود رو زمین میکوبی یه رس از عقب هم بری باکی کلای مشکلی نه هرن که منم تونم عمل کردم منم تونم عمل کرده نشون بدم نشون بدم آره نشون بدم من به حقو دارم این زمان نه واقعا مردا شده سر این که زنشونو از عقب بخوان بکنن به اصطلاح واضح بگم میره خیانت میکنه من حتی دیدم طرف رفته مثلا سکس فامیلی کرده به خاطر این که یه لحظه بشه کامنت بدم بیشور نفهم تو یه ومگیشی فهمیدی ما رو شیشه میکشی اولا شیشه اینقدرش گرمی خدا تو من پولیشی که تو ارزش نداری دو هم از سرزم اصلا نمیتونم ایزا استفاده کنم فقط یه نفس سیگارم با من میگه با تو کنی میگه من شیشه کن بخورم میگه بگو
بالا. با من میگه من شیشه میخورم با منم میگه شیشه بخور. پیش جان بگو. آره من مثلا من شاهد بودم چقدر مثلا سکسای حتی به خاطر یه دونه باسس یه خانواده رو به هم زدن. بعد میگن تو لایو ها طرف میگه وای ترنسی. من اون موقع من میگم خدایا کاش من یه آدم بی لول شخصیت بودم، چتای طرف رو رو میکردم میگفتم بابا مادر جنده تو دایرکت من عنه من در من میخوری. بعد تو لایو جلو همه میگن میگی اون میمونتون چونم من امثال تو رو انم هم نمیگرم، تو بیا تو خود زندگی من سرت گیج میره میخواد زمین. بعد مثلا من میام با تو بخوابم چون من ترسم، من میام فلان من امثال تو رو میگرم چون حامله میکنم. من طرف میاد مثلا ادعاش میشه من مردم، به خدا که اصلا نیست که خرم الان رفته بودم اندرس بو غذا بخوریم، پسر وایستاده بود لب خیابون داشت سگ لرزه میزد، وایستاده بودم پیرزنه شماره میگرفت. بعد بهش میگم ساکشن چند؟ به جون مادرم اگه دروغ بگم. برگشت گفت فلان تو وای میسه قیمت میده لب خیابون تو اندرس بو. بعد میای ادعای مردونه نیست هم میشه با من شاشیدم آریم. من تو لایوهای بچه ها میرن دوستای دکترم و تحصیلون میرن میبینم پسرا میرن گونه میذارن و خط میذارن. من بگم ما مردی مرد نگه این کارها رو میکنه؟ مرد به ریش سبیلیشه، به خطای پیشونیشه، به صورتشه، به فیسشه. من حتی دماغ هم میگم یه مرد اول کنه میگم چونیه. ببخشید ها من کنم عمل کردم یعنی چی هم تو چی تعمل کردی؟ اینو خوردن فیلم میمونی کنم عمل کرد. بزنشون بدم کنو دیگه عمل نگردی کن زیاد دادی. نه اصلی تا زیاد نگاه نگاه چونی دارم کنم کردی خدایشن چون نه را نگاه سیتا زیاد آب کنش خونده شد. آره زیاد چون بده چونش بار میرفته کنم من عمل کردم تدریس کردم. آریانا میگه یه لحظه فرشته راست میگه مثلا وقتی میگه پسرها وای میستن فرشته باورت میشه یه پسر است قد بلند هیکلی انقدر خوشگل کیرش کلوف این گیر داده به کیر من؟ میگه با من کیرم بلند نمیشه تو رو بکنم. میگه چرا تو باید منو بکنی؟ چرا نمیکنی؟ تو رو خدا منو بکن. اصلا من موندم با این مردا. شما چه سور مردایی هستی؟ خب ما که ببخش خب من کونم، خب من میدم، من نه کس کردم نه کون میکنم. تو ژنتیک دینه اونی که ادعای مردونه که میکنه فردا میره با یه دختر دیگه ازدواج میکنه یه دختر بدبخت میکنه میره تو دادگاه بگه من ابنیم چونم؟ نه و تو داری داد میزنی میگی من اینم. من هم همینم. من اصلا خب من میگم اصرار میکنه میگه من به شرط اینجوری آره. من به شرط تو رو میکنم یه لحظه که من افتادم بس سمت بکنم تموم شد. اگه افتادم بس سمت تموم شد بشه دیگه. برای کی پوستر کی براش مهمه که تو بیافتی؟ برو گم شو. بعد فرشته من واقعا الان دیگه واقعا کوتاه اومدم. اولا یکی بهم میگفت کیرم دست میزد ناراحت میشدم، یکی میگفت برات ساک بزنم ناراحت میشدم، یکی بهم میگفت مثلا منو بکن ناراحت میشدم. الان اینقدر راحت شدم طرف میگه بکن، میگم نمیکنم ولی بیا برام ساک بزن. یعنی میگم دیگه من اینقدر دارم با مردا کنار میام، مردا برای من شرط میذارم، میگم ما به شرطی تو رو میکنیم که اول کیرتو بخوریم یا بذاری در کونمون تا ما بتونیم تو رو بکنیم دیگه. خب من چیکار کنم؟ خب من نزن میکنم من خون میکنم هیچی. مرده میگه اول باید کیرتو بخورم یا اول تو باید منو بکنی یا آبتو بیاری تا من تو رو بکنم. به هر کی که میگم هر کی با من دوست میشه این پیشنهاد میده. آخه من چیکار کنم کیرم کنم؟ آره یادت شراب داغ لایم گذاشته بودیم گفته بودی چرا رابطه برقرار نمیکنی؟ پسری که میام بعد 10 سال 12 سال میخوام یه دوست پسر بگیرم میاد اینجا لش میکنه میخوابه تا موقع رفتن. خب چونیه دیگه؟ بله هست یا نه؟ درست خب پسر خوب پیدا میشه مارل بزنی؟ داره که من جر خورده مرده ولی مرد من نمیبینم. نظر
در مورد جوادی چیه؟ تونیه. تونی خوده دی؟ تو کجا دید میگی؟ صحبت خب با یه خانم ایرانی محترم. من خانم ایرانی چرا میگه جوادی کونیه میگی؟ خب کیا کردم که الان میگی کونی؟ آه تو اونجی غیر دادی؟ من بودم کونی دیگه. غیر دادم بگی غیر بدی بگی کونی این نکن تو عروسی ها میرفته همه کونی هندو عروسی فهم میکنم رقص آقایون هم فهم میکنم. ما خودمون کردیم میدونیم رقص آقایون چیه واسه همین آقای رو آقا نمیدونیم رقص کرد ها فرق میکنه رقص ها فارس ها فرق میکنه رقص عرب ها فرق میکنه بچه کجایی؟ بچه کجایی؟ انگلیس هم آریا بچه کجایی؟ آریا اعتقاد کردی جوادی چه توهینی به اسفانیا کرد و به اسفانیا فقط تو عروسی چونشون رو قرد میدن خب چون خودش چیه؟ چون این بیناموس شلناموس خودش کونه همه مردای با غیرت ایرانی فکر میکنن مثل خودش کونن شلناموس حرومزاده اون تو عروسی هم فقط چون میدونم کونو باید عروسی کسافت زلیل مرده این بلا گرفت اسم ایتوانی هم میری دهن تا بشور فرشته بیم کنو جه میلرزه نگاه را میره میگه یک دو سه بی خیال خوسته من اسمم رومه من نمیگم من آقا من یه اصلا من معلوم نیست چیم چه موجودیم من هر کاری کنم خدا منو زده ولی تو یه آقایی نکن خدا مردان نمیتونن رو گذن نمیتونن چونتون رو بتابونه ببین کلیپ دیدن زنه سوم زنه بچه دنیا آورده بچه سوم داشته سوم اینه چی بگم اینه خر اینه هست سوم داشته خدا من زده یعنی چی دارم جوادی اذیت میکنم من همیشه از زندگیم متشکرم از خدا متشکرم از خانواده خوبی که دارم متشکرم از آزادی هام از همه چیم دارم شکر میکنم به خدا انشاءالله به پای هم میرسیم و زندگی میکنیم فرشت خانم و دست همه میگیم میریم چهار باغ پلاخ آجو ببین من یه زن حواسم به همه زن نکن فرش دیمشه من دیوارا سلاخ میکنم حضرت عباسه تکون نده لامسته ببشه من میزنم تو جهت بس یا ویلا سکت بشه ایزا آریان تو از چیزا نراتی شما دو ترنسی خب من یه زنم تمام کامنت رو اینه کنی زن دارم من میذارم همجنسه خودم دیگه توقع نداشتی با شما خوب تا کنم نه من گفتم که چون میدونی چیه مثلا من خودمو خیلی من مثلا یه آدم معمولی ام یه آدم لاغرم چهره معمولی استایل معمولی ولی مثلا لاغرم یعنی چی نه یعنی در کل یکی داری زندگی میکنی از چاقو نمیدونم یارو خیکی اصلا قبول نداره نه درسته منظورم اینه که من به عنوان یک بله توی جامعه یه فرد معمولی هم از نظر ظاهر بدن اینا چیز خیلی خاصی نیستم ولی زیر پستام همه دایرکت همه کامنت هم دخترها هستن همه منو تخریب میکنن کون خوش که نگاه کی تو رو میکنه نمیدونم چی منظور میگم که حتی شما به من حسودی میکنید من که یه پسرم لاپام کیر دارم شما که دخترید شما نباید اصلا خودتون رو با من مقایسه کنید میدونید چی من اینو میگم بگم. من همین دارم میگم دیگه بعد من خیلی شنیدم پسرهایی که میان منو میکنن
مثلا من ازشون سوال میکنم، میگم شما که استریت هستین چرا دختر نمیکنید؟ میگه مثلا دختر خیلی درد سر داره، حامله میشه، میخواد سریع ازم بچه بیاره، خودش آویزون من بکنه، نمیدونم هر روز گوشیمو چک کنه، ببر خرید، ببر این بر، ولی چی؟ آره. بعد گفت شما خوبید، مثلا ما هم خوب، همه عشق و حال میخوان دیگه. گفت شما خوب حال میدید، خیلی توقع ندارید، نمیدونم چک نمیکنید آدمو، حامله نمیشید، این همه دردسر ندارید. اینا چیزایی بود که من فیدبک هایی که از خود پسرها گرفتم، و اینکه خیلی هاشون هم دوست دارن که مثلا وقتی که ما رو میکنن کیرمونم ببینن، یعنی میگه خیلی جذابه که یکی میکنه تو کونمون، بعد کیرمون هم جوری سیخه بالا پایین میشه. اینم خیلی دوست داشتم خاطرم. و اینکه یکی هم که تو کون میدیم دیگه دخترها، به خاطر اینکه یه چیزی راست میگم، دخترام حق دارن. من اگر مثلا از تو کونم آب میومد، هیچ وقت جغ نمیزدم که وقتی یکی منو بکنه جغ بزنم. خب دخترم آبشون از تو کسشون میاد، چرا باید کون بدم به مردا؟ خب من اگر تو کون میدم، خب چون من دیگه آپشنی ندارم، من چون مجبورم از تو کون جغ بزنم آبم بیاد از تو کون بدم. و اینم میگم، یعنی یه طرفه صحبت نمی کنم، من الان جغ میزنم چون مجبورم جغ بزنم، چون آب که تو کون نمیاد که. ولی دخترها که تو کون نمیدن حق دارن، چرا؟ چون که آبشون از تو کسشون میاد. منم اگه تو آبم از تو کونم میاد. آره، یعنی آب کن اینا همه برمیگرده به مباحث علمی که اصلا جاش نیست تو لایو بخوای باز کنی موضوعاتو. اول خانوما یه دونه حلقه دارن پشتشون، 10 بار که بدن میتونی به سرچ کنی توی گوگل، 10 بار که بدنش کمتر دیگه نمیتونن انشون رو نگه دارن. خب و خانم ها اینا رو نمیتونن انجام بدن، بعد مثلا اذیت میشن، هی مثلا اصلا نمیتونن. ولی ماها ژنتیکمون اینه، یعنی تو بخوای نخوای ناخودآگاه باید از عقب صورت بگیره. مثلا بعضیا میگن الان این کاری که شما میکنی اشکال نداره، فلان نداره. میگم عزیزم، خداوند آخرین وسایلی که از افراد ترنس پیدا شد توی ارومیه مال 4000 سال پیش 5000 سال، یادم نمیاد، توی مقاله نوشته بود، حالا استوری میکنم ببینی. و اون موقع ترنس ها بودن، یا مثلا تو فیلم هایی که الان نشون میده، مثلا فیلم جیران مثلا میگه خاجه های حرم سرا. خاجه یعنی چی؟ یعنی همون ماها. حالا اسمشو نمیدونستن، ترنس گفتن خاجه. خب اینا از زمان مصر باستان و مصر یونان و اینا بود. خب بعد اگر کار ما غلطه، خدا میدونه من اگر به وجود بیام، من یه دونه سوراخ دارم و مجبورم از عقب بدم. اگه من آدم بدیم یا برخلاف قوانین تو دارم این کار رو انجام میدم، خب چرا منو میآفرینی؟ ولی یه چیز دیگه هم هست فرشته جون، که کسایی که میگی در باستان مصر بودن و اینا، اونها خایه هاشون رو کشیدن وقتی بچه بودن، ولی من و تو خایه داریم. خب نه، اصلا بحث خایه نیست. الان مثلا من فرشته، خب آزمایش های هورمونیم هست، من فرشته توانایی بارور کردن خانوم رو ندارم. نه درسته، اگر خایه ای نباشه کیر من تو بلند نمیشه، و اگه کیری هم نباشه، خایه ای نباشه، ما حشری نمیشیم که کون بدیم. نه نگاه، به خاطر آمبولاتون هم هست. ببین زن در حالت عادی خیلی هنر کنه، بخواد تو یه شب چار یا ما آمپول چیزی نزدیم، ما آمپول نزدیم. دیدم ما نه سرم، ماشاءالله نام خدا، ما نه سرم زدیم، نه آمپول زدیم، نه چیزی، ما هورمونی هم نیستیم. فقط این که فرشته ببخشید فرشته جون میگه که خواجه ها بودن، خواجه اونها خواجه نبودن، اونها در زمانهای قدیم بچه های کوچیک و 7-8 ساله. ببخشید یکی یکی صحبت کنید، احترام بذارید فرشته صحبت کن، یکی یکی به تو به هر هم دیگه نپرید. من
منظورم بعد رسوندم. من منظورم این نیستش که ما خاجه ایم. خاجه یعنی اخته شده، از کلمه اخته یعنی بریده شده میاد. من منظورم اینه که اون موقع ها هم یه همچین چیزی بود شبیه ما. من نمیگم ما خاجه ایم، من میگم اون موقع ها هم. آره من حالا شاید نتونستم جمله بندی بود درست بگم، منظورم این بود. ولی اگر به اطلاعاتتون اضافه کنم، خواجه هایی که در فیلم این جیلان هستش و در ترکیه بودن و زمان های قدیم بودن، اینها بچه هایی بودن که 7-8 سالشون بوده و اینا رو مثل که ماها که بچه بودیم خد نمی کردن کیرامونو، اینا بیچاره ها خایه هاشون رو می کشیدن. وقتی که خایه ای نباشه اسپرمی وجود نداره، وقتی که اسپرمی نباشه کیرم بلند نمیشه، وقتی کیری هم نباشه کون بلند نمیشه. خب اوکی، من واقعا الان دوست داشتم خاجه بودم، چون از نظر خودم این دنیایی که من داخلش هستم اصلا زیبا نیست از نظر خودم. چون چی؟ مثلا ببخشید یه کون دادن خیلی خوشبختی میاره، من به خاطر که کون بدم همه چی مو از دست دادم. اینم میخوام بگم، اگر خانوما میگن درسته ما میگیم ما کیرای خانوما رو خوردیم، ولی همه چی زندگی سکس نیست. حالا فرشته خوشبخت بوده که خانواده درکش کردم، من پدرم رو از دست دادم، مادرم رو از دست دادم، مملکتم رو از دست دادم، همه چیزم رو تو زندگی از دست دادم به خاطر این شرایطم. حالا فرشته لاکی بوده، خوششانس بوده، خانوادهش رو داشته، مملکتش هم داشته. بس ما باید عمیق نگاه کنیم به این موضوع، این که ببخشید من کیر اینو خوردم، کیر اونو خوردم و نمیدونم دوتا عمل کردم و برای خودم ژل زدم یا بیلیمو عمل کردم، ببخشید این برای من اون آب نمیشه. ولی اگر در کل حساب کنی، درون ماها همه خالیه، چون ضعف داریم. ما فقط همه چیمون شده سکس، که ببخشید من کیر اینو خوردم، این کسکشو نگاه، من کیر اونو خوردم، نه من خوردم، من خواهرم از دست دادم، من برادرم از دست دادم، من پدرم از دست دادم. این چه کیر؟ یعنی به نظر شما یه کیر ارزش داره که من این همه چی رو از دست بدم؟ نه ببخشید، کیر چی؟ یه دقیقه میاد میکنه تو کونه یکم آه 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 آبت میاد تموم میشه. همون زن شوهرام که با همن، ببخشید در هفته یه بار سکس میکنن، بقیه دارن زندگی میکنن. زندگی یعنی فرزند، زندگی یعنی زن، زندگی یعنی مادر، زندگی یعنی خواهر، همه زندگی که نشد سکس. ولی من میخوام صادقانه بگم، اصلا به فرشته کاری ندارم، خودم رو میگم. من اگه امروز کون شدم به خاطر که چیزی نداشتم، من اگه مادرم کنارم بود، پدرم کنارم بود، خواهرم کنارم بود، سرم دور و برم شلوغ میشد، اینقدر تنها نبودم، به سمت سکس نمیرفتم، اینقدر کیرخور نمیشدم، یا هر کس دیگه که مواد میزنه، اگر اونا خانواده داشتن، جامعه کنارشون بود، موادی نمیشدن. ما همه از تنهایی، از درونمون خالیه، از بیچارگی اینجوری میشیم. ولی من دیگه به فرشته کار ندارم، فرشته خیلی خوششانسه، خانوادهشو داره، جامعهشو داره، طرز فکرش فرق میکنه با همه چی، احترامم دارم. ولی خود شخصی خودم همه چی مو از دست دادم به خاطر کون بودنم، همه چی مو از دست دادم. منم بهت میگم، من هم جدای اینکه خانوادم خب کنارم، اما کلا فاصله خونمون با مامانم اینا 20 دقیقه میشه، مثلا حالا تو چرا واقعا ترافیک 20 دقیقه نیم ساعت میشه، ولی من ممکنه یه هفته مامانم رو نبینم. چرا؟ انقدر سرگرم دوستامم، سرگرم دور همیامم، سرگرم پسر بازیم، سر مدام زندگی من بر همین مبنایی که تو میگی میچرخه. بعضی موقع مامانم میگه خدا رو شکر مثلا من فلاجا نیستم، نمیخوای ببینمت؟ میگم ماما باور کن انقدر درگیرم شلوغم، مثلا بعضی موقع یادم میره به زنگ بزنم، من عذر میخوام. بله منم همین رو میگم، یعنی واقعا من که خیلی خب تنهام، واقعا مثلا من خواهرام که 6 تا خواهر دارم، دامادمون اجازه نمیدن که با من صحبت کنم، شاید جاش نباشه این حرفا رو بزنم، ولی واقعیت مثلا برادر من با من صحبت نمی کنه، مادر من به زور صحبت می کنه، فکر می کنه وظیفه‌شه، حالا میگه ولش کن، حالا هر جور هست، حالا یه سلامو می کنه. پدرم هم همینطور، ولی اگه تو واقعا تو درونشون برین دوست ندارن، چون در جامعه که ما زندگی می کنیم کون بودن از آدم کشتن بدتره. ولی چیکار کنیم؟ خودمونو گول می زنیم عزیزم، خودمونو داریم گول می زنیم 30 تا خانم که زندگی کنیم، ما خودمونو گول میزنیم
که زندگی کنیم. گول زدن هم چیه که علیکی به خودمون برسیم، سینه بذاریم، ببخش نمیدونم خونمون رو شیف کنیم، این بار بکنیم، این بار بکنیم، یکی بیاد ما رو بکنه که سرگرم شیم، ارضا شیم. اگه واقعا این سکس هم نباشه دیگه ما هیچ چی نیستیم. کدوم از ما درس خونده؟ مثلا من الان به این زرنگی من باید تو دانشگاه باشم، نه اینکه همش روز شب تو لای با علاف بیکار. من باید الان تو جامعه یه فرد مفید بودم، ولی به خاطر کون نتونستم برم، به خاطر کون بودنم. وقتی که کون بودم حمایت خانواده رو از دست دادم، وقتی حمایت خانواده رو از دست دادم انگیزه‌مو از دست دادم، انگیزه‌مو از دست دادم هیچ کار شدم. الان یه کون بدبخت کونگشاد تموم شد. میو بفرمایید. آریان اگر من نوعی، خب من مثلا ترم دوم یا سوم تجربی بودم، بعد خیلی دیگه داشتم مثلا انقدر تابلو شده بودم دیگه نمیتونستم والد دانشگاه شم و جلو حراست جلوی منو میگرفتن، بعد از این وقت سینه ها تو قایم کن، از این وقت کسکونه تو قایم کن، از این وقت فلان کن، شما چرا مدارکت اله این شکلی، یا عمل کن بعد بیا دانشگاه. تو مملکت من اگر من مملکتم رو دارم من راضی نیستم. منی که تو رشته تجربی معدلم از نصف کلاسم بالاتر بود، با 18 خورده من چیزمو گرفتم، من دیگه نتونستم درس بخونم. وای لخنه یه تو چیز آبشو دومت دست باید بخونم. اونایی که الان ما داشتیم خودمون رو نصیحت میکردیم، اینو بعد دستمون دیگه کونه ما بلند شد، الان بعد داریم یکی رو پیدا کنیم ما رو بکنه. نکن خانم از این کارا جلو ما. حالا شبا نکن واقعا. دیگه این چیزایی بود که، یعنی منظور میگم خانوم هم ضعف دارن، ما هم ضعف داریم، ولی به نظر من هر چی سر جاش باشه بهتره. کاش بنام من خیلی قبول دارم. من قبول دارم این تفاوت ها. میگن این ما خودمون رو گول میزنیم، سیتا خانم، فرشته خانم، این احمقم که هیچی، ما خودمون رو گول میزنیم میگیم دنیا به این تفاوت بودنش قشنگه. نه، کجا این دنیا به تفاوت بودنش قشنگه؟ سیاه رو میگیم سیاهه، کثیفه. افغانی رو میگیم افغانی کارگره، ایرانی رو میگیم نمیدونین دزه، عربه میگیم ملخوره. اینا هر کسی که ببخشید ما یه اسمی روش گذاشتیم، ترک نمیدونی ببخشید خره، این اینجوریه، این اینجوریه، نمیدونم این کونه، این اینه، این کیر داره لباش، این داره. خب این چه دنیای زیبایی شد برای ما؟ این تفاوت ها که شد همش این چه دنیای زیباییه به نظر شما که مثلا ما خودمون رو گول میزنیم تفاوت ها این دنیا رو زیبا کرده؟ نه، کاش همه چی مثل همون بود، مرد بود و زن بود و همم یا ایرانی بودن یا افغانی یا ترک یا عرب دیگه، اینقدر سفید و سیاه و چینی و ژاپنی نبود. هرگی اون میگه چشاش نگاه تنگ، اون میگه سگ میخوره، این میگه خوک میخوره، این میگه مسلمونه، اون میگه کافره. این چه دنیایی شد؟ یکی بیاد برام میگه نرابطی لبده، یه شوهر بیاد، یه شوهر آریا، یه شوهر با من بدو تی لبده شوهر. آیا جایی بخواهی زفه کنیم، من تو لایب کیوان آمریکایی میرم، خب بچه ها میان، ترنس ها میان، خیلی راحت همه حرفاشون میزن. این چون ایرانی جماعت نیست، بی احترامی نیست، همه واقعیت پذیرن، میدونن طبیعت کی چجوریه. یعنی که حرکت های میمون رو ببینی، یکی از فالوورهای من میمون داره، این انسانه، تمام حرکتش این آدمه. خب آدم برمیگرد اصلا قدرته برو کرد که اول میمون بود تبدیل شد به انسان. خب حالا تو لایو اون میری صحبت میکنی، کسی حق تون کردن نداره، چون ایرانی تو اون نیست. ما ایرانی رو جون به جون کنن، مردم مخالف زن، مردان زن مخالف زنان، بعض موقع هم سرسی رازی میشه، همه با هم دیگه مخالف. واسه همه یه باید هیچ کیش که برشتی که رو رب لام از صف برشتی رو بیا وقت رو من دارم تف بکنم شرخی. درسته، صدام داره اگه به خاطر اینکه کردم عزیزه، مجروب هم کردی حفظم، هم شمالی هم فرسی. میگه میمونه شبیه خودت سیتا. ببین شعور ندارم، علمشو ندارم، من دارم چی دارم میگم بیخیال. میگه میگه سیتا از قبیله خودش حرف میزنه.
تو چیر قبیله منو نخور، برات خیلی کلفته، تو هفت فوشت با هم دیگه جیاره میخوری. لایبه چند ثانیه دیگه مونده لایبه داریه؟ باش هستم، منم اگه میخوای بری برو قربونت، منم کم کم لایبو ببندم. فرشته جونم رفت، ما الان 3 ساعت تو لایبیم. آره 2 ساعت، آره 2 ساعت و نیمه که ما تو لایبیم بچه ها. سیتا خانم مرسی که بودی، خانم جوادی مرسی که بودی. آریان بذار صحنه آخر، دوست دار لب ریز کوتاه به من بده، دوست دار لب کوچولی تی پهلوونی، تا پهلوونی بیا لب خون چکون، لامس لب خون چکون. سیتا جون یه لب بده به جوادی. با تو میگم دلت بخواد سیتا لبا بده، لبا کن چکو، لبا آریان لبا کن چکو، لبا بیا لبا قطع کنی، لبا بیا لبا بیا لبا بیا لبا بیا تا بالا بیارم، لبا بیا آزاده جون تا بالا بیارم. نمیدم آریان تو بده، آریان تو بده، درتون خوش، شب خوش. دوستان خوش اومدید، تا شب های دیگه.